جوز از کل نوشته استیو تولتس، ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت اول یک هیچ وقت نمی شنوید ورزشکاری در حادثه فجی حس بویاییاش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسانها بدهد که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده ما نخورد مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد فیلسوف عقلش نقاش چشمش آهنگساز گوشش و آشپز زبانش را درس من من آزادیم را از دست دادم و اسیر زندانی عجیب شدم که نیرنگ آمیزترین تنبیهش سوای اینکه عادتم بدهد هیچ چیز در جیبم نداشته باشم و مثل سگی با من رفتار شود که معبدی مقدس را آلوده کرده ملال بود. می توانم با بیرحمی مشتاقانه نگهبانها و گرمای خفه کننده کنار بیایم. ظاهرا کولر با تصوری که افراد جامعه از مجازات دارند در تضاد است انگار اگر یک ذره احساس خنکی کنیم از زیر بار مجازاتمان قصر در رفته ایم. ولی برای وقت کشی چه میتوانم بکنم عاشق شوم یک نگهبان زن هست که نگاه خیره بی تفاوتش فریبنده است. ولی من در مقوله زنان مطلقا بی ارزم و با یک نه پس می کشم. تمام روز بخوابم به محض اینکه چشم روی هم میگذارم چهره تهدیدآمیز کسی که تمام عمر مثل شبه دنبالم کرده برابرم ظاهر می شود. فکر کنم بعد از تمام اتفاقاتی که افتاده به این نتیجه رسیدم حیف آن قشایی در مغز که افکار رویش حک می شوند. اینجا هیچ چیزی نیست که حواس آدم را از درون نگری فاجعه بار پرت کند راستش به اندازه کافی نیست خاطره ها را هم نمیتوانم با چوب به عقب برانم تنها چیزی که باقی میماند دیوانه شدن است که در تو که برنامه هر شوش آپوکالیپس است کار مشکلی نیست. دیشب نمایشی پر ستاره اجرا شد. داشت خوابم می برد که ساختمان شروع کرد لرزیدن و صدها صدای خشمگین با هم دم گرفتند. از جا بلند شدم. یک شورش بهتر بگویم یک انقلاب بی دیگر هنوز دو دقیقه هم نگذشته بود که در سلولم با لگد باز شد و هیولایی آمد تو لبخندش صرفا تزئینی بود گفت تو شکتو بده پرسیدم واسه چی؟ با افتخار گفت داریم تمام توشکا را آتیش میزنیم و دو انگشت شستش را جوری بالا آورد انگار این کارشان جواهریست است بر فراز تاج دستاوردهای بشر پس من رو چی بخوابم رو زمین شانه بالا انداخت و شروع کرد حرف زدن به زبانی که یک کلمه اش را هم نمیفهمیدم. فهمیدم. ورمهای عجیب و غریبی روی گردنش داشت. قشنگ معلوم بود اتفاقات وحشتناکی زیر پوستش در جریان است. همه آدم آدمهای اینجا اوضاعشان خراب است و بدبختی هایی که مثل چسب بهشان چسبیده بدنشان را از ریخت انداخته این بلا سر خودم هم آمده بود صورتم کشمش بود و تنم شراب با دست زندانی را راندم و به صداهای همیشگی هرج و مرج جمعیت گوش کردم این زمان بود که متوجه شدم می توانم با نوشتن داستان زندگیم وقت بگذرانم. البته باید پشت در چون باطمه می زدم و یواشکی و سریع و بدخط می نوشتم. آن هم فقط شبها. بعد باید کاغذها را در فاصله نمناک بین توالت و دیوار جا می دادم. و دعا می کردم زندان بانها از آن جنس آدمهایی نباشند که سینه خیز همه سوراخ سنبه ها را می گردند. وقتی شورش کار را به خاموشی رساند دیگر تصمیمم را گرفته بودم. نشستم روی تختم و نور تشک های در حال سوختن که راه رو را روشن کرده بود هیپنوتیزمم کرد. ورود دو زندانی به سلولم خلصم را برهم زد. جوری به من زل زده بودند انگار یک منظره کوهستانی هستم. آنکه قد بلندتر بود و انگار با خماری سه ساله از خواب بلند شده بود قرید. تو همونی هستی که حاضر نشد تو شکشو بده؟ گفتم بله. بکش کنار مترزانه گفتم همین الان میخواستم بخوابم هر دو قهقه ناراحتی سر دادند که صدایش مرا یاد جر خوردن شلوار جین انداخت آنکه قدش بلندتر بود کنارم زد تشک را از روی تختم کشید و دیگری هم مثل یخی که منتظر آب شدن است یک گوشه ایستاد و تماشا کرد بعضی چیزها هستند که حاضرم گردنم را به خاطرشان به خطر بیاندازم. ولی یک توشک پار پوره قطعا نیست. همانطور که هر کدام یک طرف توشک را گرفته بودند در آستانه در مکس کردند. زندانی قط کوتاهتر پرسید نمیای؟ برای بله چی بیام؟ این توشک توه حق خودت آتیشش بزنی آه کشیدم امان از آدم و این اصولش حتی در دوزخی بی قانون هم باید برای خود شرافت قائل شود تمام تلاشش را میکند تا بین خودش و بقیه موجودات فرق بگذارد نمیخوام با دلخوری گفت هر جور میلته به زبان خارجی چیزی در گوش همراهش بلغور کرد و خنده کنان از سلولم رفتند همیشه اینجا یک چیزی هست اگر شورش در کار نباشد یکی میخواهد فرار کند این تلاش های بیحاصل باعث میشوند نقاط مثبت زندانی بودن را ببینم. برخلاف آنهایی که در یک جامعه خوب پدر خودشان را در می آورند، ما مجبور نیستیم شرمنده نکبت هر روزه امان باشیم. ما اینجا یکی را جلوی چشم داریم که تقصیرها را گردنش بیاندازیم. کسی که چکمه براق می پوشد. برای همین است که آزادی هیچ حسی را در من بیدار نمی کند. چون در دنیای واقعی معنای آزادی این است که باید تن به تعلیف بدهید حتی اگر داستانتان مفت نیرزد. داستانم را از کجا شروع کنم؟ مذاکره با خاطرات کار آسانی نیست. چطور می شود انتخاب کرد بین آنهایی که نفس نفس می زنند تا بازگو شوند و آنهایی که تازه دارند پا می گیرند و آنهایی که هنوز هیچی نشده چروک خوردند و آنهایی که کلام آسیابشان می کند و تنها گردی ازشان باقی می ماند. یک چیز را مطمئنم. ننوشتن درباره پدرم توانی ذهنی می طلبد که من یکی ندارم. تمام افکاری که پدرم در آنها حضور ندارد به نظرم تنها حقه هایی هستند که ذهنم سوار می کند برای اینکه از فکر کردن به او اجتناب کنم و اصلا چرا باید اجتناب کنم؟ پدرم مرا به خاطر صرف وجود داشتنم مجازات کرد و حالا نوبت من است که او را به خاطر وجود داشتنش مجازات کنم یر به یر ولی مشکل اینجاست که در مقابل زندگی هایمان احساس کتولگی می کنن. به ابعادی غولاسا خود را بزرگ جلوه می دهند. روی بومی عریز تر از لیاقتمان نقاشی کردیم. از این سو تا آن سوی سقاره از گمنامی تا شهرت از شهرها به جنگلها از زیلو به فرش دست باف دوست و عاشق به ما خیانت کردند و در ابعادی ملی و سپس کیهانی تحقیر شدیم بی حتی یک آغوش که به ما انگیزه ادامه بدهد. ما آدم تنبلی بودیم که اسیر ماجرا شده بودند و با زندگی بازی می کردیم. ولی خجالتی تر از آن بودیم که تا ته ماجرا برویم. پس چطور بازگو کردن اودیسه وحشتناکمان را آغاز کنیم؟ سخت نگیر جسپر یادت باشد آدمها از ساده شنیدن اتفاقات پیچیده ارضا میشوند نه قش و ضعف کنند. ضمنا داستان من حرف ندارد و واقعی هم هست نمیدانم چرا ولی واقعی بودن برای مردم مهم است اگر کسی به من بگوید یه داستان فوق‌العاده دارم که برات تعریف کنم ولی یک کلمشم راست نیست از کوره در میروم فکر کنم باید این واقعیت را بپذیرم این داستان به همان اندازه که درباره من است درباره پدرم هم هست متنفرم از اینکه هیچ کس نمیتواند بدون اینکه یک ستاره از دشمنش بسازد قصه زندگیش را بازگو کند ولی ظاهرا راهی جز این نیست واقعیت این است که اهالی استرالیا از پدر من احتمالا بیش از هر آدمی متنفرند ولی به برادرش یعنی امویم شاید بیش از هر کس دیگری عشق بورزند من درباره این دو نفر حقایق را میگویم. قصد ندارم زیرا به عشق شما را به عمویم بزنم یا از میزان نفرتتان از پدرم کم کنم. خصوصا اگر این نفرت همه جانبه باشد. اگر از نفرتتان به این قصد استفاده می کنید که خداگاهتان را به این سوهل بدهید که چه کسی را دوست دارید من چیزی را از پیش لو نمی دهم. زمنن این را هم باید بگویم تا خیالم راحت شود. جسد پدرم هرگز پیدا نخواهد شد. در تمام زندگیم بالاخره نفهمیدم به پدرم ترحم کنم نادیدهش بگیرم عاشقش باشم محاکمش کنم یا بکشمش رفتار رمزالود و گیج کنندش مرا تا آخر مردد نگه داشت درباره همه چیز و هیچ چیز عقاید متضاد داشت خصوصا درباره مدرسه رفتنم بعد از هشت ماه مهد کودک رفتن به این نتیجه رسید دیگر نباید بفرستدم آنجا چون به نظرش سیستم آموزشی خرف کننده نابود کننده روح باستانی و مبتزل بود. نمیدانم چطور کسی میتواند نقاشی با انگشت را باستانی و مبتزل بداند. کسیف آره. نابود کننده روح نه. به این قصد از مدرسه بیرونم آورد که خودش آموزشم بدهد و به جای اینکه بگذارد نقاشیم را بکنم نامه های ونسان ونگوک را به برادرش تئو قبل از اینکه گوشش را ببرد برایم میخواند همچنین بخشهایی از انسانی بسا انسانی تا با هم بتوانیم نیچه را از چنگال نازی ها نجات دهیم بعد پدرم درگیر پروژه زمانبر خیره شدن به فضا شد و من هم خانه می نشستم و انگشتانم را تکان میدادم و آرزو می کردم کاش رویشان رنگ بود. بعد از شش هفته دوباره پرتم کرد توی مهد کودک و بعد از مدتی به نظرم رسید بالاخره یک زندگی طبیعی را پیش گرفتم. تا اینکه یک روز دو هفته بعد از شروع کلاس اول راست راست وارد کلاس شد و دوباره کشیدم بیرون چون ترس برش داشته بود مغز تأثیر پذیر مرا لای چروک های زیر شلواری شیطان رها کرده. این دفعه تصمیمش جدی بود. پشت میز آشپزخانه تق و لق من همانطور که خاکستر سیگارش را روی انبوه ظرف های نشسته می به من ادبیات و فلسفه و جغرافی و تاریخ درس داد. یکی از مواد درسی که اسمی هم نداشت خواندن روزنامه ها بود. و پارس کردن به من که چطور رسانه ها به قول خودش باعث اضطراب اخلاقی در جامعه میشوند و از من هم میخواست از منظر اخلاقی به او بگویم چرا مردم به خودشان اجازه میدهند پرتاب شوند توی مقاک اضطراب بقیه اوقات کلاسهایش را در اتاق خواب برگزار میکرد لای صدها کتاب دست دوم عکس های ترسناکی از شاعران مرده شیشه های آبجو بریده های روزنامه نقشه های قدیمی پوست موز های سیاه خشکیده بسته های سیگار نکشیده و زیر سیگاری های پر از سیگار کشیده نمونه یکی از درس ها خیلی خوب جسپر مسئله اینجاست متلاشی شدن دنیا دیگه نامحسوس نیست این روزا صدای گوش خراش جر خوردنش بلنده توی هر شهر این دنیا بوی همبرگر بی هیچ شرم و حیایی توی خیابونا رژه میره و دنبال دوستای قدیمی میگرده. توی قصه های پریان سنتی جادوگر شرور زشته. ولی توی قصه های جدید گونه های برجسته داره و ایمپلنت سیلیکونی. آدما هیچ راز و رمزی ندارن چون مدام مشغول و هن. باور همونقدر مسیر رو روشن میکنه که چشم بند گوش میدی جسبر؟ بعضی وقتا که دیر وقت داری توی شهر قدم میزنی و زنی از روبه رو بهت نزدیک میشه میبینی راهشو کج میکنه و از یه مسیر دیگه میره چرا؟ چون یکی از افراد جنس تو به زنا دست رازی میکنه و بچه ها را آزار میده. همه جلسهها جلسه ها یک اندازه گیج کننده بودند و موضوعات مختلفی در آنها مطرح می شود. سعی کرد راضیم کند با او وارد یک دیالوگ سقراطی شوم. ولی نهایتا مجبور شد بیشتر بخش ها را خودش بگوید وقتی برق میرفت شمعی روشن میکرد و زیر چانش میگرفت تا نشانم بدهد چطور چهره انسان با نور پردازی صحیح تبدیل به صورتک شیطان میشود به من یاد داد اگر میخواهم با کسی قرار بگذارم نباید از عادت مسخره انسان ها تبعیت کنم که هر ساعت را متشکل از چهار بخش پانزده دقیقه ای می دانند. هیچ وقت با آدما ساعت هفت و چهل و پنج یا شش و سی قرار نزار جسپر. باهاشون ساعت هفت و دوازده دقیقه یا مثلا هشت و سه دقیقه قرار بذار. اگر تلفن زنگ میزد گوشی را بر می داشت و چیزی نمی گفت. بعد که طرف الو می گفت صدایش را زیر می کرد و می گفت بابا خونه نیست. حتی در همان عالم بچگی هم می فهمیدم خیلی مزهک است مردی گنده ادای بچه شش ساله را درآورد تا خودش را از دنیا پنهان کند. ولی سالها بعد متوجه شدم خودم هم دارم همین کار را می کنم. فقط با این فرق که خودم را جای پدرم جا می زدم و با صدای بم می گفتم پسرم خونه نیست. چی کارش داری؟ پدرم به نشانه رضایت سرتکان میداد. بیشتر از هر چیزی موافق پنهان شدن بود. درسها در دنیای خارج هم ادامه داشتند. با اینکه در چنین جامعه‌ای زندگی می کردیم به من هنر معامله پایا پای یاد میداد. یادم هست دستم را می گرفت و مرا برای روزنامه خریدن با خودش می برد و سر فروشنده هاج و واج داد میزد جنگی در کار نیست بازار سقوط نکرده هیچ قاتلی آزاد نیست پس واسه چی اینقدر پول میگیری هیچ اتفاقی که نیفتاده همچنین او را به خاطر میآورم که روی صندلی پلاستیکی زردی مینشست و سرم را اصلاح می کرد. برای او کوتاه کردن مو به قدری به جراحی مغز بیشباهت بود که فکر می کرد هر مردی که یک جفت دست و یک قیچی دارد میتواند این کار را بکند. من پولم و نمیریزم تو جیب سلمونی جسپر مگه چیه؟ فقط وقتی رسیدی به پوست باید کارتو متوقف کنی پدر فیلسوفم نمیتوانست کاری به سادگی کوتاه کردن مو را هم بدون تفکر درباره معنایش انجام دهد. می گفت: مو سمبل مردونگی و سرزندگیه. هرچند خیلی از آدمای شلوول موهای بلند دارن و خیلی از آدمای پرتراوت کچلن. اصلا برای چی کوتاهش میکنی؟ مگه چه هیزم تری به ما فروخته؟ و با قیچی سریع و بی ملاحظه به سرم حمله میکرد. بابا موهای خودش را هم میزد اغلب بدون آینه قرار نیست جایزه بگیرن فقط باید کوتاه شن ما پدر و پسری بودیم با موهای نامرتب و پریشان تجسم یکی از ایده های پدرم که بعدها معنای حقیقیش را فهمیدم. رهایی در این است که شبیه دیوانه ها باشی شبها درسهای روز را با داستان وقت خوابی که از خودش در می آورد تمام می کرد اه داستانهایش همیشه سیاه و چندشاور بودند و قهرمان همهشان هم بدل خودم بود یکی از داستانها روزی روزگاری یه بچه ای بود به اسم کسبر دوستای کسبر راجع به بچه چاقی که پایین خیابون زندگی می کرد یه نظر داشتن همه ازش متنفر بودن کسبر که میخواست با بقیه بچه ها دوست بمونه بی خودی از بچه چاقه متنفر شد بعد یه روز صبح کسپر از خواب بیدار شد و دید مغزش گندیده. بعد مغزش آروم آروم را افتاد پایین و به شکل دردناکی ازش دفع شد. حیوانکی کسپر خیلی بهش سخت گذشت. در سری داستانهای پیش از خواب کسبر گلوله و چاقو میخورد با چماق له و لورده میشد در دریاهای آب جوش میپخت روی زمینهایی پر از خورده شیشه کشیده میشد ناخونهایش از بیخ کنده میشد آدمخوارها اعضای بدنش را میبلعیدند ناپدید میشد از درون و بیرون منفجر میشد و اغلب مبتلا به اسپاسم های ازولانی شدید میشد و یک بار هم شنواییش را از دست داد. نتیجه اخلاقی همیشه یک چیز بود. اگر بدون فکر کردن از باور عامه مردم پیروی کنی مرگی ناگهانی و هولناک در انتظارت است سالها وحشت داشتم از اینکه درباره چیزی با کسی موافقت کنم حتی اینکه ساعت چند است کسپر هرگز در کاری موفق نمیشد البته گاهی در نبردهای کوچکی سربلند بیرون میآمد و جایزه میگرفت دو سکه طلا یک بوسه رضایت پدرش ولی هرگز حتی یک بار در جنگ پیروز نشد حالا دلیلش را میفهمم چون فلسفه پدرم چند پیروزی شخصی برایش به ارمغان آورده بود نه عشق نه آرامش نه نشادی. ذهن پدرم نمی توانست آرامشی پایدار یا پیروزی حقیقی را تصور کند در محدوده تجاربش نبود برای همین کسپر از همان ابتدا محکوم به فنا شد هیچ شانسی نداشت بدبخت مادر مرده یکی از درس های به یاد ماندنی وقتی شروع شد که پدرم با جعبه کفش زیتونی رنگی آمد اتاقم و گفت درس امروز راجب به خودته مرا برد پارک روبروی خانه ایمان یکی از آن پارک های دلگیر و فراموش شده که شبیه میدان جنگ بین بچه ها و موتات ها بود. جنگی که معلوم بود موتات بر بچه ها پیروز شدند. علف های مرده و سرسره های شکسته، تکه های پلاستیک گیر کرده به زنجیرهای زنگ زده که در باد تاب می‌خوردند. وقتی روی نیمکتی نشستیم گفت ببین جسبر الان وقتشه بفهمی اجدادت چطور در و داغون شده اینجوری میتونی درک کنی با شکست های دودمانت چه کردی قبولشون کردی یا اینکه به جای انجام اشتباهات بزرگ خودت توی یه مدار دیگه در جهت مخالف اشتباهات اونا کمونه کردی. همه ما مذبوحانه تلاش می کنیم از گور اجدادمون فاصله بگیریم. ولی صدای غمناک مردنشون توی گوشمون تنین میندازه و توی دهنمون طعم بزرگترین ظلمی رو که در حق خودشون روا داشتن حس میکنیم شرم زندگی های نزیستشون. فقط انباشته شدن مداوم حسرت ها و شکست ها و شرم ها یا زندگی های نزیسته خودمونه که دری رو به فهم گذشتگانمون باز میکنه. اگر به خاطر لغزش سرنوشت، زندگی دل نصیبمون بشه و از این موفقیت به اون موفقیت بپریم هیچ وقت نمیتونیم درکشون کنیم هرگز در جعبه کفش را باز کرد و گفت میخوام یه چیزی رو ببینی یک دست عکس کهنه آورد بیرون ادامه داد این پدر بزرگته و عکسی از مردی جوان و ریشو که به تیر چراغ برق تکیه داده بود نشانم داد مرد لبخندی بر لب نداشت انگار از ترس افتادن به تیر تکیه داده بود راستش من زیاد به این عکسا نگاه نمیکنم. چون تنها چیزی که با دیدن عکس مرده ها به ذهنم میرسه اینه که اونا مردن فرقی نمیکنه ناپل اون باشه یا مادرم همشون مردن به همین سادگی آن روز یاد گرفتم مادر بزرگم در دوران شومی که هیتلر توهم عظمتش را با پوشاندن جامعه عمل به آن نابود کرد در لهستان به دنیا آمد. به گفته پدرم هیتلر رهبری بود قدرتمند با شم بازاریابی. وقتی پیشروی آلمان ها آغاز شد والدین مادر فرار کردند به ورشو و بعد از چند ماه سرگردانی در سرتا سر اروپای شرقی سر از چین درآوردند. مادر بزرگم در طول جنگ همانجا بزرگ شد در شانگهای همانطور که بزرگ میشد شد زبانهای لهستانی، ییدیش و چینی را یاد می گرفت و به امراض خیس فصل بارانهای موسمی مبتلا می شد. غذای جیره بندی و بمب آمریکایی میخورد ولی در نهایت زنده ماند. بعد از اینکه نیروهای آمریکایی وارد شانگهای شدند، و با خود اخبار بدی از هولوکاست آوردند. خیلی از یهودیها چین را به مقصد اقصا نقاط دنیا ترک کردند. ولی اجداد من تصمیم گرفتند به خاطر تماشاخانه چند زبانه و قصابی کوشر موفقشان بمانند. این تصمیم به مزاق مادربزرگم، بزرگم که عاشق پدر بزرگم یکی از بازیگرهای تئاترشان شده بود شیرین آمد. بعد سال 1956 مادر بزرگم در 17 سالگی باردار شد و به پدر و مادر خودش و پدر بزرگم فشار آورد مقدمات عروسی را بچینند. چون در دنیای قدیم کسی دوست نداشت بقیه بنشینند و تاریخها را کنار هم بگذارند یک هفته بعد از ازدواج خانواده تصمیم گرفت برگردد لهستان تا بچه در راه را در وطنشان بزرگ کنند تو سلول که قرار بود پدرم شود در وطن کسی با آغوش باز از آنها استقبال نکرد. کسی نمیداند به خاطر حس گناه بود یا ترس از تلافی یا صرفا قافلگیری ناخوشایند خانوادهی که زنگ در را میزند و میگوید شما توی خونه ما هستی ولی کمتر از ده دقیقه بعد از رسیدنشان به خانه والدین مادر بزرگم جلوی چشمش با یک لوله آهنی آنقدر کتک خوردند که مردند. مادربزرگم فرار کرد. ولی شوهرش ماند و به خاطر اینکه بالا سر جنازه ها به ابری دعا خواند بهش شلیک کردند. هرچند چون هنوز آمین نگفته بود پیامش ارسال نشد مثل اینکه دگمه ارسال ایمیل را نزنی مادربزرگم که همزمان بیوه و یتیم شده بود برای دومین بار از لهستان فرار کرد این بار سوار یک کشتی به مقصد استرالیا شد و بعد از دو ماه زل زدن به چنبر دلهور آور افق به محض اینکه یک نفر داد زد رسیدیم و از حمل کرد همه دویدند سمت لبه کشتی و تکیه دادند به نرده سخره های شیب آراسته با تاج سبز درختان لب ساحل صف کشیده بودند مسافرهای جوانتر خوشحال فریاد کشیدند استرالیا مسافران مسنتر میدانستند کلید سعادت در پایین نگه داشتن سطح توقعات است آنها هو کردند بابا وسط حرف خودش پرید و پرسید حواست به منه؟ اینها آجرای سازنده هویتت هستند. لهستانی، یهود، زجر کشیده، پناهنده. اینها تازه چند تا از سبزی هایی هستند که باهاشون سوپ جسپر رو درست میکنیم فهمیدی؟ تکان دادم. فهمیدم. بابا ادامه داد. مادر بزرگم با اینکه حتی یک کلمه انگلیسی نمیدانست، تنها شش ماه بعد با پدر بزرگ شماره دوی من آشنا شد. محل شک است که آیا این قضیه مایه غرور است یا خجالت ولی نسب پدر بزرگ شماره دو به آخرین کشتی می رسید که خلافکارهای انگلیسی را در خاک استرالیا تخلیه کرده بود. درست است که بعضی ها را به خاطر جرایم مسخره مثل دزدیدن یک قرص نان فرستاده بودند آنجا ولی نیای پدرم از این دسته نبود اگر هم بود دست رازی به سه زن را هم در کارنامهش داشت. حالا اگر بعد از دست رازی سر راهش به خانه یه قرص نان هم کش رفته بود بر کسی معلوم نیست. رابطهشان سری شکل گرفت. ظاهرا مشکلی با بزرگ کردن بچه‌ای که مال خودش نبود نداشت. و بعد از یک ماه مجهز به لغتنامه لهستانی و کتاب دستور زبان انگلیسی به مادر بزرگم پیشنهاد ازدواج داد. من یه مبارزم. یعنی اینکه من و تو هستیم در مقابل کل دنیا و ممکنه دنیا همیشه ما رو ببره. ولی ما هرگز دست از مبارزه نمی کشیم. هر اتفاقی هم که بیفته. چطوره؟ مادر بزرگم جواب نداد. به التماس افتاد. بی خیال. فقط بگو می پذیرم. این از مستر پذیرفتن میاد. بعدش میریم سراغ پذیرفتم. مادر بزرگم شرایطش را بررسی کرد اگر میخواست برود سر کار کسی را نداشت که بچه را نگه دارد و دلش هم نمیخواست پسرش یتیم و فقیر بزرگ شود با خودش فکر کرد آیا اینقدر سنگدلی دارم که به خاطر رفاه پسرم با مردی ازدواج کنم که دوستش ندارم؟ بله دارم. بعد به چهره بخت برگشته پدر بزرگم نگاه کرد و با خودش گفت کاری بدتر از اینم میتونستم بکنم. یکی از ملایم ترین و در عین حال ترسناک ترین جملات در هر زبانی. پدر بزرگ شماره دو در زمان ازدواج بیکار بود. و وقتی مادر به خانهش رفت از دیدن آش در هم جوش انوا و اقسام اسباب بازی های مردانه جا خورد. توفنگ، هفتیرهای بدلی، مدل هواپیماهای جنگی، دمبل، وزنه، وقتی غرق بدنسازی یا کنگفو یا تمیز کردن تفنگ میشد آرام و دلنشین سوت میزد در مواقع آرامی که ترس و استراب بیکاری بر او چیره میشد و خشم و افسردگی تمام وجودش را پر میکرد سوتی شوم میزد بعد در هومه شهری کوچک که چهار ساعت با خانهش فاصله داشت کاری در اداره خدمات زندان نیو سافز ویلز پیدا کرد. قرار نبود در زندان کار کند. قرار بود در ساختنش کمک کند. از آنجایی که قرار بود به زودی زندان سایه شومش را بر هومه شهر بیاندازد یک روزنامه بیاتفه سیدنی جایی را که قرار بود پدرم در آن رشد کند بدترین مکان زندگی در کل نیو ولز نامید. جاده که به شهر منتهی می شد شیبی تند داشت. و وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ با ماشین وارد شدند، ساختمان زندان را بر فراز تپه دیدند. زندان نیمه کاره که در محاصره درختان لال و عظیم قرار گرفته بود به چشم مادربزرگم بزرگم نیمه ویران آمد و از همان اول این را به نشانه بدیوم گرفت. به نظر من هم بدیوم نست. چون پدر بزرگم به این شهر آمد تا یک زندان بسازد و من هم الان دارم اینها را در یک زندان می نویسم. گذشته توموری بدخیم و لاعلاج است که تا زمان حال خود را می گسترد. در یک خانه چوبی نقلی اقامت کردند و روز بعد که مادر بزرگم رفت شهر چرخی بزند ناخواسته اهالی شهر را با حاله بازمانده بودنش ترساند و پدر بزرگم هم کار جدیدش را شروع کرد. دقیقا نمیدانم وظیفهش چه بوده ولی ظاهرا طی چند ماه مدام از درهای قفل و راهروهای سرد و ابعاد سلول و پنجره های میلدار حرف میزده. همانطور که ساختمان زندان داشته تمام می شده پدر بزرگم هم وسواسی بیمارگونه نسبت به هرچه مربوط به زندان بوده پیدا می کرده. حتی به کتابخانه تازه تأسیس شهر می رفته و تمام کتابهای مربوط به تاریخ و بنای زندانها را می خانده. مادر بزرگم همزمان تمام توانش را صرف یادگیری زبان انگلیسی کرده و فاجعه هم از اینجا آغاز شده هرچقدر بیشتر زبان یاد می گرفته، شوهرش را بیشتر می شناخته جگهایش همه لوس و نجات پرستانه بودن به علاوه بیشترشان حتی جوک هم نبودند. داستانهای طولانی و بیسر و تهی بودند که به این جمله می شدند. بعدش من گفتم جدی میگی؟ مادر بزرگم فهمید شوهرش بیست و ساعته در مورد بختش در زندگی نکنال می کند. و وقتی هم که دست از مزخرف گفتن میکشد مبتزل و پیش پا افتاده است. و وقتی هم که پارانوید نیست حسل سربر است. چیزی نگذشت که حرف زدن صورت زیبایش را زشت کرد. قیافش به نظر خشن و کریه آمد و دهان نیمه بازش سمبل بلاحت شد. از آن به بعد به خاطر حسار زبان جدیدی که روز به روز میانشان بلندتر میشد، اوزا به هم ریخت. حسار حرف زدن به یک زبان. بابا با چهره‌ای در هم عکس را گذاشت داخل جعبه انگار خواسته بود سفری با قطار خاطرات کند ولی بعد از رسیدن به مقصد متوجه شده بود از خیابانی که از آن متنفر است سر درآورده خیلی خوب این از پدر بزرگ و مادر بزرگت. تنها چیزی که باید راجع بهشون بدونی اینه که اونا هم یه روز جوون بودن. باید بدونی اونا هم دلشون نمیخواست تجسم تباهی باشن یا تا آخر عمر به عقایدشون بچسبن. باید بدونی نمیخواستن روزاشون به انتها برسه. باید بدونی اونا مردن و مرده ها خواب بد میبینن. اونا خواب ما رو میبینن. یک مدت خیره نگاه هم کرد و صبر کرد چیزی بگویم. حالا می دانستم هر چه تا حالا گفته صرفاً مقدمه بوده. آن موقع نمی پدرم بعد از یک تکگویی خوب و تطهیر کننده هیچ چیزی از من نمی خواهد جز اینکه ترغیبش کنم تگویی بعدیش را شروع کند من به تاب اشاره کردم و ازش خواستم هلم بدهد گفت میدونی چیه شاید برای یه راند دیگه باید دوباره پرتت کنم توی رینگ میخواست دوباره بفرستدم مدرسه. شاید میدانست آنجاست که قسمت دوم آن قصه را یاد خواهم گرفت و ناچار خواهم شد یک جزء حیاتی دیگر برای سوپ ممتاز هویتم کشف یک ماه از برگشتنم به مدرسه گذشته بود و هنوز داشتم تلاش میکردم با بقیه بچه ها عخت شوم. به این نتیجه رسیده بودم که هرگز نخواهم فهمید چرا پدرم بعد از دستور به نفرت از این آدم ها؟ حالا فرمان به همرنگی با آنها داده بود. فقط یک دوست داشتم، ولی تمام سعیم این بود که تعدادشان را بیشتر کنم چون برای زنده ماندن حداقل دو تا دوست لازم داشتم برای روز مبادایی که یکیشان مریض میشد و مدرسه نمی آمد. یک روز وقت ناهار پشت میز نشسته بودم و دوتا بچه را نگاه می کردم که سر یک تفنگ آب پاش سیاه با هم گلاویز شده بودند. یکی از پسرها گفت تو پلیس شو من میخوام تریدین باشم آن یکی گفت نه تو پلیسی من تریدینم من هم دوست داشتم بازی کنم گفتم شاید من باید تریدین باشم اصلا اسمم همینه با نگاه از بالا و تحقیرآمیز ویژه پسر بچه های هشت ساله نگاه هم کردند. اضافه کردم من جسپر دین هستم. با هم فامیلی؟ فکر نکنم. پس بزن به چاک. به هم برخورد. گفتم باشه پس من پلیس میشم. این حرفم باعث شد توجهشان جلب شود. همه میدانند در بازی دزد و پلیس دزد به شکل قراردادی قهرمان است و پلیس کتک خور. آدم هم نمیتواند دائم کتک بخورد. تمام وقت نهار بازی کردیم و وقتی زنگ خورد با این سوال به جهالتم خیانت کردم. این تریدین کی هست؟ سوالی که حال هم هایم را به هم زد. خاک به سرت. تو حتی نمیدونی کیه؟ اون بدترین آدم روی زمینه. بانک میزده. یکی دیگر از بچه ها گفت جانی هم بوده و دست جمعی بی خداحافظی رفتند. همانجوری که با رفقایت به نایت کلاب می روی، بخت بهشان رو می کند و ناگهان قیب می شوند. آن روز عصر رفتم خانه و دیدم پدرم دارد با یک موز میزند روی لبه کابینت. صدای تق تق می داد. بیحال گفت یه موز گذاشتم تو فریزر یخ بزنه. جرأت داری بیا گازش بزن. پرسیدم من با بانکزن معروف تریدین فامیلم؟ موز مثل یک تکه سیمان افتاد زمین. بابا لبهایش را به داخل دهانش مکید و از جایی در اعماق بدنش به زحمت این جمله را شنیدم. اون اموت بود. با ناباوری پرسیدم چیم بود؟ امو؟ من امو دارم. اونم اموی که یک بانکزن معروفه. بابا گفت امو داشتی. مرده. برادرم بود. اولین باری بود که راجع بهش می شنیدم. تریدین، قاتل پلیس ها، بانک زن، قهرمان ملی، افتخار هر مبارز، امویم بود، برادر پدرم. کسی که سایه مستطیل شکل بر زندگی هر دوی ما افکنده بود. سایه‌ای که مدتها بود نمیگذاشت هیچ کدام از ما بتوانیم تنمان را برونزه کنیم. اگر استرالیایی باشید اسم تریدین دست کم یک بار به گوشتان خورده. اگر هم نباشید خب نشنیده اید چون هرچند استرالیا مکان پرحادثه ای است اتفاقاتی که در آن میافتد همانقدر ممکن است تیتر روزنامه های دنیا شود که این خبر زنبوری در گینه نو اشتباهی درختی را نیش زد و مرد تقصیر ما نیست این چیزی است که یک تاریخدان مشهور استرالیایی اسمش را گذاشته ظلم دوردست بودند منظورش این است که استرالیا مثل پیر زنی تنهاست که در خانهش مرده. اگر تمام موجودات این سرزمین ناگهان با هم سکته کنند و بمیرند. اگر صحرای سیمپسون از تشنگی حلاک شود و جنگل بارانی غرق شوند. و حایل مرجانی استرالیا اینقدر خون ریزی کند که بمیرد. احتمالا روزها میگذرد تا اینکه بالاخره بو از این سر اقیانوس آرام راه بیفتد و برسد به همسایه های من و یکی را وادار کند به پلیس زنگ بزند. و یعنی مجبوریم صبر کنیم تا نیمکره شمالی به فکر بیفتد چرا ما جواب نامه هایشان را نمی دهیم؟ پدرم درباره برادرش با من حرف نزد. هر بار ازش خواستم بیشتر برایم بگوید آهی بلند و عمیق کشید. انگار این هم از جمله شکست هایی بود که علاقه ای به آن نداشت. این شد که خودم تحقیقات را شروع کردم. اول از همکلاسی هایم پرسیدم. ولی جواب ها چنان متفاوت بود که مجبور شدم از تمامشان صرف نظر کنم. بعد رفتم سراغ چند تا عکس خانوادگی که قبلا فقط یک نظر دیده بودم. همانهایی که داخل جعبه کفش سبزی بودند که توی کمد چپانده شده بود. این بار متوجه شدم سه تا از عکس ها به قصد بریدن سر یک نفر سلاخی شدند. عملی که به زحمت میشد آن را یک دست توصیف کرد. هنوز می توانستم در دو تا از عکس ها گردن و شانه هایش را ببینم. عکس سوم هم دو نیم شده بود و نیمه ها با نوار چسب قهوه‌ای با شلختگی به هم چسبانده شده بودند به این نتیجه رسیدم پدرم تلاش کرده تمام تصاویر برادرش را از بین ببرد تا شاید فراموشش کند پوچی تلاشش کاملا آشکار بود وقتی این همه تلاش می کنی یک نفر را فراموش کنی خود این تلاش تبدیل به خاطره می شود. بعد باید فراموش کردن را فراموش کنی و خود این هم در خاطر می ماند. خوشبختان پدرم نتوانسته بود مقاله هایی را که در کتابخانه پیدا کردم و در آنها شرح ماجراجویی ها، قتل ها، جستجوها، دستگیری و در نهایت مرگ تری آمده بود از بین ببرد. ازشان فتوکپی گرفتم و چسباندم به دیوار اتاقم. شبها خودم را در قالب او تصور می کردم. ترسناک ترین تبهکار. تنها کسی که جسدی را در خاک پنهان کرده و به انتظار رشدش نشسته بود. در تلاشی به منظور افزایش محبوبیتم به همه بچه های مدرسه گفتم با تریدین چه نسبتی دارم. یک مدت خبر داغی بود. ولی در نهایت یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی هم عذاب درآمد اوایل در چهره رفقایم قشنگ ترس را میدیدم ولی بعد از مدتی هر کس و ناکسی میخواست با من دعوا کند بعضی میخواستند با کتک زدن برادرزاده تریدین اسم و رسمی پیدا کنند بقیه فقط میخواستند لبخند مغرورانم را از چهرم پاک کنند. ظاهرا غرور اجزای صورتم را برایشان غیر قابل تحمل کرده بود. چند بار با زبان بازی خودم را از مخمسه نجات دادم ولی یک روز قبل از مدرسه دشمنانم با بیتوجهی به قوانین زمان دعوا سرم کلاه گذاشتند. دعوا همیشه بعد از مدرسه اتفاق می نه صبح علت طلو که یک بچه هشت ساله هنوز قهوهش را هم نخورده. به هر حال چهار تا بودند. چهار تا قلتشن دعوایی اخمو با مشتهای گره کرده. هیچ راه فراری نداشتم. گیر افتاده بودم. خودش بود. اولین دعوایم. بچه ها برای تماشا دورمان جمع شدند. در مایه های سالار مگس ها سرود می خاندند. بینشان دنبال هم دست گشتم. خبری نبود. همه اشان می له شدن و گریم را ببینند. به خودم نگرفتم. این دفعه نوبت من بود. همین. لذتی که بچه ها از تماشای دعوا میبرند قابل توصیف نیست. شبیه لذتی که در اولین مواجهه با کریسمس میبرند. طبیعت انسان است که سن و تجربه آبکیش نکرده. آدمی زاد است که تر و تازه از جعبه بیرون آمده. هر کسی که میگوید زندگی است که آدمها را تبدیل به حیولا می کند باید به طبیعت خام بچه ها یک نگاهی بیاندازد. یک مشتول سگ که هنوز سهمشان را از شکست و پشیمانی و نکبت و خیانت نگرفتند ولی باز هم مثل سگ های درنده رفتار می کند. من با بچه ها دشمنی ندارم. فقط نمیتوانم به بچه ای اعتماد کنم که موقع پا گذاشتن اشتباهیم به میدان مین به هم هر هر نخندد. دشمنانم احاتم کردند. چند ثانیه به شروع دعوا مانده بود و احتمالاً بسیار ثانیه تا پایانش. هیچ جا نداشتم بروم. نزدیکتر شدند. تصمیم خطیری گرفتم. درگیر دعوا نمی شدم. مثل یک مرد با جریان برخورد نمی کنم. مثل یک مبارز نمی جنگم. ببینید میدانم آدمها دوست دارند درباره کسانی بخوانند که از حریفشان بسیار ضعیفترند ولی این ضعف را با روحیه بالا جبران می کنند. آدم هایی مثل اموتری خودم. آدم هایی که تا آخر از پا نمی افتند مورد احترامند. درست نمی گویم؟ ولی این موجودات اصیل باید دمارشان درآید و من به هیچ عنوان دوست نداشتم له و لورده شوم علاوه بر این یاد یکی از چیزهایی افتادم که پدرم در کلاس درس آشپزخانه به هم یاد داده بود گفت گوش کن جسبر غرور اولین چیزیه که باید تو زندگی از شرش خلاص بشی غرور برای اینه که حس خوبی به خودت داشته باشی. مثل این میمونه که کت تن یه هویج پلاسیده کنی و به بریش توات رو وانمود کنی آدم مهمیه. اولین قدم آزاد کردن خودت رهایی از احترام به خوده. میفهمم چرا برای بعضی ها مفیده. اگه کسی همه چیزش رو از دست بده هنوز میتونه غرورش رو داشته باشه برای همینه که به فقرا استوره شریف بودن اعطا شده چون ها خالی بودن به حرفم گوش میدی این مهم جسپر دلم نمیخواد خودت رو درگیر شرافت غرور یا احترام به خود کنی. تمام اینا یه مش وسیله هستن برای اینکه بهت کمک کنن خودتو خر کنی. چهار زانو نشستم روی زمین. حتی پشتم را هم صاف نکردم. اوز کردم. باید خم می شدن تا به صورتم مشت بزنن. یکیشان مجبور شد برای مشت زدن به من چهار زانو بنشیند. نوبتی مرا زدند. سعی کردند از جا بلندم کنند ولی بدنم را شل کردم. یکیشان سعی کرد نگه هم دارد ولی لیز شده بودم و از لای انگشتانش سر خوردم و افتادم زمین. هنوز مشت میخوردم و سرم به خاطر مشت که بهش برخورد میکرد گیج میرفت. ولی ضربه ها بی هدف و سردرگم بودند. بالاخره نقشم جواب داد. کم آوردند. ازم پرسیدند چه مرگم است. ازم پرسیدند چرا مقاومت نمی کنم. شاید حقیقت این بود که به قدری مشغول مبارزه با اشکهای در حال بیرون زدنم بودم که فرصت نداشتم با آنها بجنگم. هیچ حرفی نزدم. رویم توف انداختند و به حال خودم رهایم کردند تا در مورد رنگ خونم فکر کنم. روی پیراهن سفیدم سرخی می درخشید وقتی رسیدم خانه دیدم پدرم کنار تختم ایستاده و به بریده روزنامه های روی دیوار با حیرت نگاه می کند. خدایا چه بلایی سرت اومده؟ دوست ندارم راجع بهش حرف بزنم. بیا بریم سر و صورت تو بشوریم. نه میخوام ببینم اگه خونی شب بمونه چه جوری میشه. بعضی وقتا سیاه میشه. میخوام خودم ببینم. میخواستم بروم و عکس های اموتری را از روی دیوار بکنم که پدرم گفت کاش اینا را از روی دیوار میکندی. و همین شد که گذاشتم سر جایشان بمانند. اینا اونی نیستن که واقعا بود. بی خود تبدیلش کردن به یه قهرمان. ناگهان حس کردم عموی فاسدم را دوباره دوست دارم. گفتم اون یه قهرمانه. قهرمان هر بچه پدرش جسپر. مطمئنی؟ بابا برگشت و رو به تیتر روزنامه ها قرید. تو نمیتونی بفهمی قهرمان چیه جسپر. تو توی زمونه بزرگ شدی که این کلمه بی ارزش شده. از هر معنایی توهی شده. ما داریم به سرعت تبدیل به اولین ملتی میشیم که جمعیتش متشکل از قهرمانایی که هیچ کاری نمی کنن جز تجلیل از هم البته که ما همیشه از ورزش کارهای درجه یک مرد و زن قهرمان ساختیم اگه به عنوان یک دونده استقامت کارت برای وطنت خوب باشه قهرمان محسوب میشی هم قهرمان هم سریع ولی حالا تنها کاری که باید بکنی اینه که در زمان نامناسب در یه جای نامناسب باش مثل اون بدبختی که میره زیر بهمن لغتنامه بهش میگه جان به در برده ولی استرالیا اصرار داره بهش بگه قهرمان چون اصلا لغتنامه چی میفهمه حالا هر کسی از هر جور نبرد مسلحانه ای برگرده اسمش قهرمانه. دوران گذشته باید دست کم یه کار شجاعانه موقع جنگ می کردی تا بهت بگن قهرمان. ولی الان فقط باید اون اطراف آفتابی بشی. این روزها اگه جنگی در کار باشه قهرمانی یعنی فقط شرکت در اینا چه ربطی به اموتری داره؟ خب اون تو آخرین دستبندی قهرمانا قرار میگیره. اون یه جنایتکار بود ولی تمام قربانیهاش انتخاب شده بودن. نمیفهمم. بابا رو کرد به پنجره و از تکان خوردن گوشهایش متوجه شدم دارد با خودش حرف میزند. عادت عجیب و غریب همیشگیش. دهانش باز و بسته میشد ولی صدایی در نمی آمد. بالاخره مثل آدم حرف زد. مردم منو درک نمی کنن جسپر. اشکالی هم نداره. ولی بعضی وقتها اصاب خورد کنه. چون فکر میکنن منو میفهمن ولی تمام چیزی که میبینن صورت ظاهریه که من توی جمع ازش استفاده میکنم. و واقعیت اینه که من نقاب مارتین دین رو طی تمام این سالها خیلی کم تغییر دادم. یه دستکاری اینجا، یه دستکاری اونجا، اونم فقط برای همراهی با زمونه. ولی در واقع با روز اولش مو نمیزنه. مردم میگن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره. ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر باقی میمونه و نه شخصیت. در زیر این نقاب غیر قابل تغییر موجودی هست که دیوانه وار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر میکنه ببین چی بهت میگم راسخترین آدمی که میشناسی به احتمال قوی با تو کاملا بیگانه است و همینطور ازش بال و شاخ و چشم سوم رشد میکنه ممکنه ده سال توی اتاق اداره کنارش بشینی و تمام این جوون زدنها بغل گوشت اتفاق بیفته و روحت هم خبردار نشه هر کسی که ادعا میکنه یکی از دوستانش در طول سالها هیچ تغییری نکرده فرق نقاب و چهره واقعی رو نمیفهمه اینا چیه داری میگی بابا رفت طرف تختم و بالشی را دلا کرد و دراز کشید دارم میگم همیشه این آرزوی کوچولو رو داشتم که برای اولین بار واسه یه نفر کودکی مو تعریف کنم. مثلا تو میدونستی دونستی نقص های جسمیم نزدیک بود منو به بدن؟ اینو شنیدی که میگن بعد از اینکه ساختنش قالبش رو انداختن دور؟ خب راستش انگار یه نفر اون قالبی رو که انداخته بودنش دور برداشته بود و با اینکه شکسته بود زیر آفتاب کج و کوله شده بود مرچه ها توش لونه کرده بودن و حتی یه الکلی پیر روش ادرار کرده بود باهاش منو و غالب زده بود احتمالا این رو هم نمیدونی که مردم همیشه به خاطر باهوش بودنم با هم بدرفتاری کردن. میگفتن مارتین تو خیلی باهوشی خیلی باهوشت فخر میفروشی زیادی بهش مینازی من لبخند می زدم و فکر می کردم دارن اشتباه میکنن یه آدم چطوری میتونه زیادی باهوش باشه شبیه زیادی خوش قیافه بودن نیست یا زیادی پولدار بودن یا زیادی خوشحال بودن؟ چیزی که نمیفهمیدم این بود که مردم تفکر نمی کنن، تکرار می کنن. مردم تحلیل نمی کنن. نشخار می کنن. هزم نمی کپی می کنن. اون وقتا یه ذره میفهمیدم که برخلاف حرف بقیه انتخاب بین امکانات در دسترس فرق داره با اینکه خودت برای خودت تفکر کنی تنها راه درست فکر کردن برای خودت اینه که امکانات جدید خلق کنی امکانهایی که وجود خارجی ندارن. این چیزیه که کودکیم به هم آموزش داد. و اگه درست به حرفم گوش کنی باید به تو هم یاد بده جسپر. بعدش وقتی مردم راجع به من حرف میزنن من تنها کسی نیستم که میدونم دارن اشتباه میکنن. اشتباه پشت اشتباه. می فهمی وقتی مردم جلوی ما راجب من حرف میزنن من و تو میتونیم از این طرف به اون طرف اتاق با هم نگاههای دزدکی رد و بدل کنیم و بخندیم شایدم یه روز بعد از اینکه مردم تو بهشون حقیقت رو بگی همه چیز رو به من برملا کنی تمام چیزهایی رو که بهت گفتم. اون موقع شاید احساس حماقت کنن و شاید هم شونه بالا بندازن و بگن اه چه جالب و دوباره برگردن برن مسابقه تلویزیونیشون رو تماشا کنن. ولی در هر صورت همه چیز به عهده خودت جسبر. من واقعا دلم نمیخواد بهت فشار بیارم که بر خلاف میلت رازهای قلب و روح منو برای کسی بگی مگر اینکه که قنی ترت کنه چه از نظر روحی چه از نظر مالی بالاخره راجع به اموتری برام حرف میزنی یا نه بابا پس تا حالا داشتم چی میگفتم من چه میدونم؟ خیلی خوب. خفه شو و بتمرگ تا برات یه قصه تعریف کنم. وقتش بود. وقت اینکه بابا سکوت را بشکند و نسخه خودش را از تاریخچه خانواده دین ارائه بدهد. نسخه‌ای که با شایعه‌ای که استور میان مردم دهان به دهان میگشت در تضاد بود. تا هشت صبح بیوقفه حرف زد و حرف زد. اگر در فاصله بین کلمات نفس کشید، ندیدم و نشنیدم. وقتی حرفهایش تمام شد این حس را داشتم که در مغز پدرم سفر کردم و فروکاسته بیرون آمدم نسبت به زمان ورودم اطمینان کمتری نسبت به هویتم داشتم با خودم فکر کردم اگر قرار بود حق مطلب نسبت به تکگویی ممتدش ادا شود بهتر بود تک تک کلماتش را به زبان خودش می شنیدید. کلماتی که به وسیعت برایم باقی گذاشت. طوری که دیگر از آن خودم شدند. کلماتی که هرگز فراموششان نکردم. اینطوری دو نفر را به قیمت یک نفر شناسایی می کنید. اینجوری همانطور می شنویدش که من شنیدم. تنها بخشی از داستان وقایع زندگی تریدین است. بخش امدهش داستان کودکی نامعمول پدرم است. داستان بیماری و تجربه نزدیک به مرگ و مکاشفه های ارفانی و نفی بلد و مردم گریزی که بعد از بلوغ با قصور و شهرت و خشونت و رنج و مرگ پی گرفته شد به هر حال میدانید ماجرا از چه قرار است هر خانواده داستانی شبیه این دارد بمبست یک سوال را بارها و بارها از من پرسیدند همه میخواهند یک چیز را بدانند تریدین در کودکی چه جور موجودی بوده انتظار دارند داستانهایی از خشونت کودکانه و فساد در قلب یک نوزاد بشنوند. یک جنایتکار مینیاتوری را تصور می کنند که در محل بازی بچه ها در فواصل بین شیر خوردنهایش مرتکب اعمال غیر اخلاقی می شود. مسخره است. مگر هیتلر، به سمت سینه مادرش رژه می رفته. باشد درست است. اگر بخواهید از هر چیز استنباط شخصی کنید بالاخره یکی دو نشانه پیدا می شود. وقتی تری در هفت سالگی دزد و پلیس بازی می کرد و نقش پلیس بر عهدهش بود با کمی پول حاضر بود دزد را رها کند در قایم باشک مثل یک فراری قایم می شود. ولی که چه؟ اینها به این معنا نیست که گرایش به خشونت روی دی ای آدم حک شده. وقتی به مردم می گویم تا جایی که اطلاع دارم برادرم تری یک بچه معمولی بوده سرخوردگی را در چشمانشان می بینم. میخوابیده گریه میکرده میخورده جیش و پیپی میکرده تا اینکه کم کم تشخیص داده ذاتی متفاوت با مثلا دیوار دارد و این اولین درس تو در زندگی است تو دیوار نیستی در کودکی این طرف و آن طرف میدویده و جیغ میکشیده. عاشق این بوده چیزهای سمی را پیدا کند و در دهانش بگذارد. و توانایی مرموزی هم داشته تا به محض به خواب رفتن پدر و مادرمان گریه کند. خلاصه اینکه او فقط یک بچه دیگر بود. اگر به خاطر ناتوانی هایم نبود بچه قابل توجه من بودم. قبل از رسیدن تری زندگی ما تحت سلطه انواع و اقسام بیماری ها بود. الان برایم عجیب است که آن موقع چقدر کم درباره بیماریم می و راستش نمی خواستم هم که بدانم. برایم تنها چیز جالب عوارز بیماریم بود. دلدرت های وحشتناک، درد عزولانی، حال تهوع و سرگیجه. عللی که در لایه های زیرین پنهان بودند، به نظرم کاملا بی ربط می آمدند. هیچ دخلی به من نداشتند. ورم مغز، سرطان خون، نارسایی سیستم ایمنی تا امروز هم نفهمیدم. وقتی به نظرم رسید باید جواب سریحی پیدا کنم هر کسی که ممکن بود پاسخی برای سوالم داشته باشد مدتها پیش مرده بود. میدانم دکترها نظریه هایی داشتند ولی یادم است هرگز به نتیجه مشخصی نرسیدند. فقط بعضی عبارات را یادم هست. چیزهایی مثل ناهنجاری ازولانی یا نارسایی سیستم عصبی و همچنین اوتانازی که آن موقع تأثیر چندانی بر من نداشت. یادم میآید با سوزن سوراخ سوراخم میکردند و قرص هایی به قاعده انگشت شست ورم کرده به خوردم می دادند. یادم می از من عکس رادیولوژی می گرفتند و دکترها انگار که ترقه آتش زدند خود را پس میکشیدند تمام اینها پیش از به دنیا آمدن تری بود. یک روز اوضاعم هم از همیشه بدتر شد. نفسم به شماره افتاد و قورت دادن هر چیزی یک قرن طول می کشید. گلویم بیابانی بایر بود و حاضر بودم برای کمی بزاق روحم را بفروشم. دل روده و مسانم برای خودشان مغز داشتند. دکتری با صورتی شبیه خمیر روزی دو بار می آمد بالای سرم و پای تخت با مادر نگرانم حرف میزد همیشه هم جوری که انگار خودم در اتاق نیستم می گفت می تونیم ببریمش بیمارستان ولی چه فایده همینجا براش بهتره. آن موقع بود که به فکر افتادم کی می میمیرم. و آیا در گورستان تازه شهر چالم می کنند یا نه؟ وقتی در آستانه مرگ ایستاده بودم، هنوز داشتند درختان محوته را که به قبرستان اختصاص پیدا کرده بود قطع می کردند. فکر کردم، کارشان را به موقع تمام می کنند؟ اگر قبل از حاضر شدن قبرستان زحمت را کم کنم مجبور میشوند جسدم را ببرند به شهر دوری که هیچ وقت در آن زندگی نکردم شهری که مردمش بی این که به ذهنشان برسد این پسره رو یادم هست از کنار قبرم میگذرند قابل تحمل نبود پس با خودم فکر کردم اگر بتوانم مرگم را چند هفته عقب بیاندازم و زمان بندیم هم درست عذاب درآید می توانم اولین جسدی باشم که آن زمین خالی را به یک قبرستان فعال تبدیل می کند. جنازه افتتاحیه. اینجوری هیچ وقت فراموش نمی شدم. بله وقتی به انتظار مرگ روی تخت دراز کشیده بودم داشتم نقشه میکشیدم به تمام ها و لاروهایی که در زمین قبرستان بودند فکر کردم و اینکه چه سور و ساتی در انتظارشان است هله هوله نخوریدهای لاروها گوشت آدم در راه است شامتان را خراب نکنی روی تخت دراز بودم و آفتاب از پارگی پرده به داخل میتابید و من جز مرگ به چیز دیگری فکر نمیکردم دست دراز کردم و پرده را کنار زدم مردمی را که از زیر پنجره رد میشدند صدا زدم از قبرستان چه خبر پیشرفتش در چه وضعیتی است آمار همه چیزش را می گرفتم. خبر خوب شنیدم قطع درختها تمام شده بود دروازه آهنی را هم روی ستونهای سنگی سوار کرده بودند سردر گرانیتی را هم از سیدنی آورده بودند فقط مانده بود اسم بیل ها آن کنار بودند همه چیز آماده بود. بعد خبر وحشتناکی به گوشم خورد. پدر و مادرم در آشپزخانه حرف میزدند. پدرم گفت پیرزنی که صاحب کافه محل بود نصف شب سکته شدیدی کرده. سکته شدید؟ به زور خودم را صاف کردم. یعنی چه؟ بله پدرم گفت بعید از زنده بماند او تنها در آستانه مرگ نبود داشت با مشت به در میکوبید نه عجب فاجعه ای برای خط پایان رقابت سختی در گرفته بود چه کسی اول می شود این کلفت پیر نزدیک به هشتاد سال داشت. پس مدت قبل از من تمرین مردن را آغاز کرده بود. طبیعت هوایش را داشت. من چیزی جز شانس نداشتم. جوانتر از آن بودم که از پیری بمیرم و پیرتر از آن که جز آمار مرگ و میر نوزادان به حساب بیایم. این وسط گیر کرده بودم. در دوره وحشتناکی از زمان که آدم‌ها چاره‌ای ندارند جز نفس کشیدن روز بعد وقتی پدرم آمد اتاقم تا ببیند اوضاع و احوالم چطور است حال پیرزن را پرسیدم گفت خوب نیست بعید تا آخر هفته دووم بیاره می دانستم دست کم یک هفته دیگر به مرگم مانده شاید هم ده روز زدم روی تخت ملافه ها را پاره کردم مجبور شد نگه هم دارد داد زد چه مرگت شده؟ بهش گفتم برایش توضیح دادم دوست دارم اولین کسی باشم که در قبرستان دفن می شود توی صورتم خندید. مادرم را صدا کرد. حدس بزن پسرت همین الان چی به من گفت. بعد به مادرم گفت. با ترحمی بی پایان نگاه هم کرد و روی لبه تخت نشست و جوری بغلم کرد که انگار میخواست مرا از سقوط حفظ کند. تو نمی میری عزیزم. نمی میری. پدرم گفت اون خیلی مریضه. خفه شو. اما بهتره واسه بدترین اتفاق آماده باشی. روز بعد پدر از خود راضیم برای همکارهایش تعریف کرد من چه گفتم. آنها هم خندیدن مرتیکه ها. شب برای زنشان تعریف کردند. آنها هم خندیدن زنی ها. فکر کردند چقدر ناز بچه ها چه حرف های با نمکی که نمیزنند. چیزی نگذشت که کل شهر خندیدند. بعد دست از خنده کشیدند و به فکر فرو رفتند. سوال به جایی بود. اولین نفر کیست؟ نباید برای جنازه افتتاحیه مجلس یاد بود می گرفتند؟ مراسم خاک سپاری ساده که کفایت نمی کرد. یک نمایش واقعی، یک کالسکه بزرگ، گروه موسیقی. اولین دفن لحظه مهمی است برای یک شهر. شهری که یکی از خودش را دفن کند، شهر زنده است. فقط شهرهای مردند که مرده هایشان را صادر می کنند. پرسش درباره وضعیت سلامتم از همه طرف سرازیر شد. مردم گله می آمدند تا نمایش را ببینند. میشنیدم که از مادرم میپرسند حالش چطوره؟ و او هم با عصبانیت جواب میداد خوبه به زور میزدندش کنار و میآمدند توی اتاقم باید به چشم خودشان میدیدند دهها چهره امیدوارانه زلزل نگاه هم می کردند. آمده بودند تا مرا دمر و بی حرکت و در حال مرگ ببینند. با وجود این همه اهل گپ زدن بودند. وقتی مردم فکر کنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان میشوند فقط موقعی که در زندگی پیشرفت کنی به تو چنگ و دندان نشان میدهند البته فقط آدم بزرگ ها میآمدند بچه های شهر تحمل نمیکردند با من در یک اتاق باشند. همین به من چیز قابل توجهی یاد داد. سالم و بیمار هر چقدر هم نقطه اشتراک داشته باشند با هم برابر نیستند. ظاهرا پیرزن هم از حجومشان در امان نبود. شنیدم دور تختش جمع می شدند و ساعتشان را نگاه می کردند. نمی دانم چرا اینقدر علاقه نشان می دادند. بعدا فهمیدم بساط شرط بندی هم برپا بوده. پیرزن اولویت اول بوده من آخر. با احتمال صد به یک. عملا کسی روی من شرط نمی بسته. فکر می کنم هیچ کس حتی در بازی مریض چه کسی اول می میرد دوست ندارد به مرگ یک بچه فکر کند. برای کسی خوشایند نیست. بعد از ظهری یکی داد زد. مرد مرد. نبزم را گرفتم. هنوز میزد. به زور از روی تخت بلند شدم و نزدیکترین همسایه ایمان جورج را صدا کردم. کی؟ کی مرده؟ فرانک ویلیامز از رو پشت بوم افتاد. فرانک ویلیامز چهار خانه آن طرفتر زندگی می کرد. از پنجره دیدم کل شهر دارند میدوند سمت خانهش. من هم میخواستم ببینم. خودم را از تخت بیرون کشیدم و مثل حلزونی چرب کف اتاق خوابم خزیدم. بعد رسیدم به راهرو و از در رفتم بیرون و آفتاب چشمم را زد. نگه داشتن تنبانم سر جایش ماجرایی بود. هرچند که همیشه هست. همانطور که روی چمن کچل سینه خیز می رفتم به فرانک ویلیامز فکر کردم. رقیب دیرآمده و برنده مسابقه کوچک. پدر چهار فرزند یا شاید هم پنج همه پسر. همیشه زور میزد به پسرانش دوچرخه سواری یاد بدهد. اگر یک پسرش نبود که تلو تلو خوران با قیافه در هم کشیده و عصبی از جلوی پنجرم میگذشت آن یکی دیگر بود. همیشه از پسرهای ویلیامز بدم می آمد. بس که خنگ بودند. ولی حالا دلم برایشان می هیچکس هیچ کس نباید به خاطر دست و پا چلفتی بودن والدینش یتیم شود. تمام زندگیشان باید بگویند آره بابا از روی سقف افتاد پایین تعادلش رو از دست داد چی چه فرقی میکنه اون بالا چی کار میکرده بیچاره ها تمیز کردن ناودان نباید دلیل مرگ کسی باشد هیچ افتخاری ندارد ایل تاتار کنجکاوی که دور جنازه حلق زده بودند متوجه کرم کوچک مریضی نشدند که به سمتشان میخزید. از بین پاهای بروس دیویس قصاب شهر رد شدم. وقتی بالا را نگاه کردم او هم پایین را نگاه کرد. چشمانمان به هم قفل شد. فکر کردم یک نفر باید به او بگوید از لاشه بیجان همسایه ما دوری کند. از برق چشمانش ترسیدم. از نزدیکتر نگاه کردم. گردن فرانک شکسته بود. سرش در استخری از خون سیاه چرخیده بود و بیهس از شانه آویزان بود. وقتی گردن می شکند، واقعا می شکند. باز از نزدیکتر نگاه کردم. چشمانش باز باز بودند ولی هیچ چیزی پشتشان نبود. فکر کردم این آینده نزدیک من است. عدم همانجور مرا در بر خواهد گرفت که او را در خود پیچیده. به خاطر مسابقه و نقش من در آن به نظرم این مرگ پیش نمایشی از مال خودم نبود. پژواکش بود. من و فرانک در این ماجرا با هم بودیم. ازدواجی خوفناک ما را تا ابد به هم زنجیر کرده بود. الان اسمش را میگذارم بمب است. خیشاوندی بین زندگان و مردگان. همه نمیفهمند یا حسش می کنی یا نمی کنی. آن موقع حسش کردم و هنوز هم حسش می کنم. این پیوند موزیانه و مقدس را عمیقا احساس میکنم حس می کنم انتظارم را می کشد، تا در بنبست مقدس به آن بپیوندم سرم را گذاشتم روی پای فرانک و چشمانم را بستم و گذاشتم صدای مردم شهر مثل لالایی خوابم کند یکی گفت بیچاره فرانک خوب زندگی کرد رو سقف چی کار میکرد چهل و دو سالش بود اون نردبون منه؟ چهل و دو که سنی نیست خوب زندگی نکرد گوه زندگی کرد من هفته دیگه چهل و چهار سالم میشه چی کار داری میکنی؟ اونو ولش کن این نردبون خودمه پارسال بهش قرض دادم ولی وقتی سراغش گرفتم قسم خورد پسم داده پسراش چی؟ اوه خدایا پسرا چی سرشون میاد؟ طورشون نمیشه اونا هنوز مادرشون رو دارن ولی این نعدبونو ندارن مال منه بعد خوابم برد در تخت خواب بیدار شدم مریض تر از همیشه دکتر گفت نیم کیلومتر سینه خیز رفتن برای دیدن اولین جسد زندگیم سلامتم را رو به عقب برده. انگار ساعت است که کشیدمش عقب تا از نور روز بیشتری استفاده کنم. بعد که رفت مادرم نشست لبه تخت. چهره ناامیدش چند سانتی متر بیشتر با صورتم فاصله نداشت. و با لحنی که احساس گناه از آن میبارید به من گفت باردار است ضعیفتر از آن بودم که تبریک بگویم همان جور دراز کشیدم و او هم پیشانیم را نوازش کرد که خیلی خوشم آمد و هنوز هم خوشم می آید. هرچند اگر آدم پیشانی خودش را نوازش کند، هیچ حس تسکینی ندارد. ماهای بعد که حالم روز به روز بدتر می مادر باردارم می نشست کنارم و به من اجازه میداد به شکمش که بد جور ورم کرده بود دست بزنم. گاهی لگد و یا شاید کل زدن جنین را حس می کردم. یک بار که فکر می کرد من خوابم شنیدم که زیر لب گفت حیف که نمی تونی هیچ وقت ببینیش. بعد درست وقتی که من در بدترین حال ممکن بودم و مرگ داشت لبهایش را می لیسید اتفاق نامنتظری افتاد. من نمردم. ولی زنده هم نماندم. کاملا اتفاقی گزینه سوم را انتخاب کردم. به اغما رفتم. خداحافظ دنیا. خداحافظ هوشیاری. خداحافظ نور. چقدر بد شد مرگ. سلام اسیر. عجب چیز غریبی بود جایی بین آغوش باز مرگ و آغوش بسته زندگی پنهان شده بودم هیچ جا نبودم مطلقا هیچ جا راستش از اقما به برزخ هم نمی شود رفت اقما اقمای من به چیزهایی که بعدها خواندم شباهت نداشت. شنیدم بعضی ها وسط جب گفتن به اغما رفتند و چهل و دو سال بعد بیدار شدند و بقیه جک را تعریف کردند. برای آنها دهها سال بیخبری یک لحظه از عدم بوده. انگار از یکی از کرم چاله های ساگان عبور کرده باشند. زمان دور خودش پیچ خورده و آنها هم در یک شانزدهم ثانیه از میانش پرواز کردند. توصیف افکار، مشاهدات و احساساتی که من در اقما داشتم تقریبا ناممکن است. عدم نبود. چون یک چیزکی بود وقتی در اغما هستی حتی هیچی هم خوب است ولی من بچه تر از آن بودم که از این تجربه چیزی دستگیرم شود. هرچند با اطمینان می توانم بگویم به اندازه مصرف یک دره پر از کاکتوس پایوته تصویر و رویا دیدم. نه من سعی نمی کنم چیز توصیف ناپذیر را توصیف کنم. فقط می خواهم بگویم صداهایی شنیدم که قاعدتا نمی توانستم بشنوم و چیزهایی دیدم که قاعدتا نمی بایست می دیدم. چیزی که الان می خواهم بگویم به نظر جنونامیز می آید. یا شاید هم عرفانی که البته تو میدانی که من گرایش های این چنینی ندارم. ولی گوش کن. می توانی به زمیر ناخداگاه مثل یک بشگه بزرگ نگاه کنی. در حالت عادی درش باز است و تصاویر و صداها و تجربه ها امواج منفی و احساسات در طول ساعات بیداری داخلش می ریزند. ولی اگر ماها و حتی سالها اصلا ساعت بیداری در کار نباشد و در بشکه هم مهرموم شده باشد امکان دارد ذهن بیقرار مشتاق فعالیت به اعماق بشکه دست پیدا کند و به ته ناخداگاه برسد. و چیزهایی را که نسلهای قبل جا گذاشتند لای روبی کند و به سطح بیاورد. این یک تفسیر یونگی است و من حتی نمیدانم یونگ را دوست دارم یا نه. ولی در قفسه های کتابخانه چیزهای خیلی کمی هستند که بتوانند چیزهایی را که دیدم ولی نمیتوانستم ببینم تفسیر کنند و چیزهایی را که شنیدم ولی نمیتوانستم بشنوم توضیح. بگذار سعی کنم جور دیگری توضیح بدهم. برخس یک داستان کوتاه دارد به اسم الف در داستان الف که زیر پله نوزدهم یک سرداب پنهان است مدخلی است باستانی و اسرارآمیز به تمام نقاط کهکشان شوخی نمی کنم تک تک نقاط و اگر به آن نگاه کنی همه چیز را میبینی همه چیز فرض من این است که امکان دارد جایی در بخش‌های باستانی وجودمان چنین دریچه‌ای وجود داشته باشد که بی صدا در شکاف یا درزی بین چینهای خاطره تولد قرار گرفته باشد. فقط مسئله این است که به طور طبیعی ما نه به آن دسترسی داریم و نه میتوانیم آن را ببینیم چون زندگی روزمره آن را زیر کوهی از آت و آشغال دفن کرده نمیگویم به چنین چیزی باور دارم فقط میخواهم برای ملغمه تصاویر و صداهایی که جلوی چشم و گوش ذهنم موج خوردند و درخشیدند بهترین تفسیر را به تو ارائه کنم اگر ذهن چشم دارد چرا گوش نداشته باشد شاید فکر کنی چیزی به اسم دماغ ذهن نداریم ولی راستش داریم و من هم مثل برخست نمیتوانم دقیقا توصیفش کنم چون اوهام هم همزمان بودند و زبان که ماهیت تداومی دارد مجبورم می کند به همین شیوه متوالی همه چیز را ثبت کنم. پس وقتی دارم فقط یک میلیاردیوم آنچه را که دیدم برای تعریف می کنم از تخیلت استفاده کن جسبر تمام سپیده ها را دیدم که زودتر از موقع سر زدند و تمام ها را که یادآورت می شدند بهتر است شتاب کنی و تمام شامگاهان را که زمزمه می کردند بعید می دانم زنده بمانی و تمام نیمه شبهای بی را که می گفتند فردا بخت بهتری داشته باشی تمام دست هایی را دیدم که به خیال خداحافظی با یک دوست برای قریبی تکان خورده بودند. تمام چشمک هایی را دیدم که میخواستند به کسی بفهمانند توهینشان شوخی بیش نبوده. تمام مردانی را دیدم که پیش از ادرار کردن نشیمن توالت را پاک می کنند نه بعد از آن. تمام مردان تنهایی را دیدم که در فروشگاه ها به مانکن ها ظلم می زنند و فکر می کنند. من جذب این مانکن شدم. چقدر غمناک؟ تمام عشقهای مسلسی را دیدم و چند تا مربعی و یک شش زلی در اتاق پشتی یک کافه عرق گرفته پاریسی. تمام راننده های آمبولانسی را دیدم که در ترافیک گیر کرده بودند و آرزو می کردند کاش یک مریض روبه موت روی صندلی عقبشان بود. تمام آدم های خیری را دیدم که به بهشت چشمک می زدند. تمام بودایی را دیدم که انکبوت هایی که نکشته بودند نیششان می زدند. تمام مگس هایی را دیدم که روی توری ها بی هدف جفتگیری می کردند و تمام کک را که خنده کنان از حیوانات خانگی سواری می گرفتند. تمام ظرف های شکسته را در رستوران های یونانی دیدم و یونانی هایی که با خود می گفتند فرهنگ جای خودش را دارد ولی این دیگر دارد خیلی گران تمام می شود. تمام آدم های تنهایی را دیدم که از گربه خودشان وحشت دارند. تمام کالسکه های بچه را دیدم و هر کس که میگوید تمام بچه ها با نمک هستند بچه هایی را که من دیدم ندیده تمام مراسم های ختم را دیدم و تمام آشنایان مردگانی را که خوشحال بودند از اینکه از محل کارشان در رفتند تمام ستون های را دیدم که پیش بینی می کردند امروز یک دوازدهم جمعیت زمین یکی از آشنایانشان را ملاقات خواهند کرد که به قصد پول قرض کردن سراغشان آمده تمام نسخه های جعلی نقاشی های بزرگ را دیدم ولی حتی یک نسخه جعلی از کتابی بزرگ ندیدم تمام تابلوهایی را دیدم که ورود و خروج را ممنوع اعلام می کردند ولی حتی یک تابلو ندیدم که جنایت یا آتش افروختن را نهی کند. تمام فرشهایی را دیدم که با سیگار سوخته بودند و تمام زانوهایی را که به خاطر کشیده شدن روی فرش سوخته بودند تمام کرمهایی را دیدم که کودکان کنج کاو و دانشمندان برجسته تشریحشان میکردند خرس های قطبی، خرس های گریزلی و خرس های کوالا را دیدم که برای توصیف آدم های چاقی استفاده می شدند که دوست داریم بغلشان کنیم. مردان زشتی را دیدم که به زنان خوشحالی که به اشتباه بهشان لبخند زده بودند پیله کرده بودند. درون تمام دوازده ماه سال را دیدم و دلم آشوب شد. دیده چشم تمام پرندگانی را دیدم که فکر می کردند انسان به عنوان یک کله توالت چقدر تکان می خورد. از تمام اینها باید چه نتیجه ای می گرفتم؟ میدانم بیشتر آدمها تمام اینها را یک جور مکاشفه می بینند. من نه. تنها چیزی که دیدم مردم بودند و خشم و هیاهویشان. درست است که چیزهایی که برابر چشمم آمدند دیدم را به دنیا تغییر دادند ولی فکر نکنم هدیهای ماورا و طبیعی بودند یک بار دختری به من گفت یک چشم کور به سمت پیام پروردگار گرفتم و باید با دلی سرشار از معنویت در خیابان راه بروم. به نظر بد نمی آید. ولی چه کار کنم در وجودم نیست؟ خدایا مرا ببخش، فکر کنم چیزی که برای یک نفر بوته شعلور است، برای کسی دیگر آتش خوردی بیش نیست. فکر کنم شش ماه در همان وضعیت گذشت. در دنیای بیرون حمامم من می کردن و با لوله به من غذا میدادند و روده ها و ماساژم را خالی می کردند. ماساژم میدادند و پرستارها بدنم را به هر شکلی که خوششان می آمد میآوردند. آوردند. بعد تغییری پیش آمد الف اگر خودش بود به شکلی نامنتظر و بی تشریفات به نهانگاهش مکیده شد و تمام تصورات و اوهام در یک آن محو شدند چه کسی می‌داند مکانیسم بلند شدن در بشکه چیست؟ ولی آنقدری باز شد که یک جریان صدا چون آبشار در آن بریزد شنواییم برگشت و بیدار شدم ولی هنوز کور و لال و فلج بودم اما میشنیدم و چیزی که میشنیدم صدای بلند و شفاف مردی بود که نمیفهمیدم کیست و کلماتی که به زبان میآورد قدرتمند کهن و مهیب بودند بگذار ستارگان شفق تاریک شوند بگذار به دنبال نور بگردند ولی چیزی نیابند نگذار سر زدن روز را ببینند چرا که نه درهای رحم مادرم را میبندد و نه غم را از چشمانم پنهان میکند چرا مرده به دنیا نیامدم احتمالا فلج بودم ولی لرزش اندامهای درونیم را حس می کردم. صدا ادامه پیدا کرد چرا نور ارزانی کسانی می شود که در نکبتند و چرا زندگی به موجوداتی عطا می شود که روحی آزرده دارند کسانی که مرگ را چون گنجی پنهان آرزو می کنند آنان که وقتی به گور می رسند وجودشان لبریز از شادمانی می شود. آنان که مسیرشان نامعلوم است و خداوند در تاریکیشان قرار داده. بعدا کشف کردم صدایی که شنیدم صدای پاتریک آکرمن یکی از اعضای شورای شهر بود که داشت برایم انجیل را از اول تا آخر میخواند همانطور که خودت بهتر میدانی من به سرنوشت و قسمت اعتقاد ندارم ولی هنوز هم برایم جالب است که وقتی گوشم باز شد و آماده شنیدن اینها اولین کلماتی بودند که خوش آمدش گفتند. با بازگشت هوشیاری و شنوایی از روی غریزه فهمیدم که بینایی هم به زودی برمیگردد در راه بازگشت بودم ولی هنوز مسیر بازگشتم طولانی بود و این مسیر با اسوات سنگ فرش شده بود یک گردش سواره واقعی صداهای پیر اقواگر صداهای جوان رسا صداهای خشدار سرطان و صداها پر از کلمات بودند و کلمات قصه می گفتند. مدتها بعد بود که متوجه شدم کل شهر با من به عنوان یک پروژه اجتماعی برخورد کرده. دکتری گفته بود لازم است با من صحبت شود و تمام شهروندان کمی تا قسمتی نو دوست شهر ما هم که داشتند از بیکاری تلف می شدند کاری نداشتند جز اینکه گله ای بیایند سراغ من خندهدار اینجاست که بعدها که به بعضیشان گفتم هیچ کدام حتی تصورش را هم نمیکردند که من حرفشان را می شنیدم. ولی می شنیدم. بالاتر از شنیدن جذب می کردم. و بالاتر از جذب کردن، به یاد می آوردم. شاید به خاطر جزئیات عجیب و غریبشان شاید به خاطر وضعیت کور و فلجی که در آن زندانی شده بودم ولی تمام کتابهایی که در زمان اغما برایم خواندند در ذهنم حک شدند این تحصیلات ماورا و طبیعی من بود. می توانم کلمه به کلمه کتابهایی را که در اغما برایم خواندند برای تو بازگو کنم. وقتی روشن شد به این زودی ها نمی و شاید تا ابد در این وضعیت از کار افتادگی بمانم صداها کم و کمتر شدند تا اینکه فقط یک صدا ماند صدای مادرم تمام شهر از این یک تکه چوب ناامید شدند ولی مادرم همچنان میخواند مادرم زنی که فقط چند سال پیشتر جلای وطن کرده بود و به عمرش یک کتاب انگلیسی نخوانده بود حالا صد تا صد تا میخواند و نتیجه غیر این بود همانطور که ذهنم را با کلمات اندیشه ها ایده ها و احساسات پر میکرد، خودش هم تحت تاثیر قرار می گرفت. انگار کامیون پر از کلمه بارشان را مستقیم در مغزمان خالی می کردند. تمام آن تخیلات نامحدود ذهنمان را با داستانهایی افسانهای از کارهای قهرمانانه عشقهای پردرد توصیفات رمانتیک از سرزمینهای دوردست فلسفه ها، اسطوره ها، تواریخ پیدایش و انحطاط و سقوط و فروریختن ریختن تمدن ها به دریا ماجراهایی از سلحشورها، کشیشان، دهقانها، ها، فاتحان، پیشخدمتها و روسهایی چنان روان نژند که دوست داشتی از دستشان دندانت را بکنی روشن کرد و گسترش داد ملغمه ای بود شگرف از افسانه‌ها ها که من و مادرم همزمان کشف می کردیم و آن نویسنده ها و فلاسفه و قصهگوها و پیامبران برای هر دوی ما تبدیل به بت می شدن. مدتها بعد که سلامت عقل مادرم زیر سوال رفت تازه فهمیدم که موقع بلند خواندن تمام آن کتاب های برای پسر بی حرکتش چه ممکن است بر سر تنها و ناامیدش آمده باشد. آن کلمات برایش چه معنایی داشتند در سکوت دردناک اتاقم وقتی اصاره وجودش مثل ران گوسفند روی تخت افتاده بود تصور میکنم ذهنش مثل یک محکوم به شکنجه که روی چهار میخ به چهار جهت کشیده میشد درد رشد را تحمل می کرد. تصورش می کنم که در آنچه می خاند زندگی می کرد. تصورش می کنم که آن حقایق خشونت بار و زیبا دیوارهای سیمانی عقایدش را خورد می کردند باید شکنجه ای آرام و آجز کننده بوده باشد. وقتی به چیزی که بعدها به آن تبدیل شد فکر می کنم آن مصیبت مجنونی که در پایان جوانیش شد می توانم خودم را جایش بگذارم و لذت رنجاور کتابخانی را درک کنم که برای اولین بار با این حجم از پرت و پلاهای روح مواجه می شود و همه را از آن خود فرض می کند. بازی کمی بعد از تولد هشت سالگیم بیدار شدم. به همین سادگی. چهار سال و چهار ماه بعد از سرخوردنم به درون اقما دوباره از آن بیرون سریدم. نه تنها چشمانم میدیدند. دیدند می توانستم پل کم بزنم. دهانم را باز کردم و شربت خواستم. دوست داشتم یک چیز شیرین مزه کنم. فقط در فیلم ها آدم هایی که از اغما برمیخیزند آب میخواهند. در زندگی واقعی به کوکتل با تکه های آناناس و چترهای کوچک فکر می کنی. در هفته که به سرزمین زندگان برگشتم چهره های بشاش زیادی در اتاق خوابم بودند. مردم حقیقتا خوشحال به نظر می آمدند و تمامشان می گفتند خوش آمدی. انگار از سفری دور برگشته بودم و سوغاتیشان را می خواستند. مادرم بغلم کرد و دستانم را که حالا می توانستم با پیژامم پاک کنم غرق بوسه های خیس کرد. حتی پدرم هم خوشحال بود. دیگر مرد بیچاره ای نبود که پسر خانده ای عجق و اجغ داشت. کودک خفته حیرت انگیز. ولی تری کوچولوی چهار ساله قایم شده بود. باز تولد ناگهانی من شک بزرگی بود. مادرم دم به ساعت صدایش می کرد تا بیاید و برادرش را ببیند ولی پا به اتاق من نمیگذاشت. ضعیفتر و خسته تر از آن بودم که به هم بر بخورد. بعدها که همه چیز راهی چاه مستراح شد مجبور شدم به این فکر کنم که بر ذهن در حال رشد تری چه گذشته وقتی بعد از چهار سال زندگی کنار یک جنازه بهش گفتند اون مومیایی چندش که افتاده اونجا برادرته احتمالا خیلی ترسناک بوده خصوصا شبها که محتاب روی صورت منجمدم میافتاده و تخم چشم بی حرکت هم به بچه بدبخت خیره می شده. انگار به همین منظور ثابت شده بودند فقط برای زل زدن. سه روز بعد از برخواستنم از جهان مردگان پدرم پرید تو و گفت بیا بلندت کنیم و بگردونیمت. بعد با مادرم زیر بغلم را گرفتند و از تخت آوردندم بیرون. پاهایم چیزهایی مفلوک و مرده بودند و جوری مرا با خودشان این طرف و آن طرف می کشیدند. انگار رفیق مستی هستم که دارند کمکم می کنند از بار بروم بیرون. بعد فکری به ذهن پدرم رسید. هی hey, احتمالاً احتمالا یادت رفته چه شکلی بودی؟ راست می یادم رفته بود. تصویری محو از صورت یک پسر بچه جایی از ذهنم شکل گرفت. ولی مطمئن نبودم خودم هستم یا کسی که یک زمانی از من متنفر بود. همانطور که پاهای برهنم پشتم کشیده میشد، پدرم کشان کشان بردم دستشویی تا خودم را در آینه ببینم. منظره دلخراشی بود. آدمهای زشت هم میدانند زیبایی چیست حتی اگر آن را ندیده باشند تری نمیتوانست تا ابد از من فرار کند. کم کم وقتش بود درست و حسابی به هم معرفی شویم. کمی بعد از اینکه همه علاقهشان را به تبریک گفتند بابت بیداریم از دست دادند، یک روز آمد اتاق و نشست روی تختش و شروع کرد ورجه ورجه کردن. جوری دستانش را به زانوهایش فشار میداد انگار میخواست جلوی پروازشان را بگیرد. اول کمی سقف را نگاه کردم. بعد ملافه را رویم کشیدم. صدای نفس کشیدن برادرم را میشنیدم. صدای نفس کشیدن خودم را هم میشنیدم مثل همه هوا در گلویم سفیر میکشید احساس ناجور و مسخره ای داشتم فکر کردم به وقتش حرف میزنه پلک هایم یک تن وزن داشتند ولی لذت بسته شدن را ازشان دریغ کردم می ترسیدم اقما در کمینم باشد. یک ساعت طول کشید تا تری در فاصله میانمان پل بزند. گفت چقدر خوابیدی؟ سر تکان دادم ولی هیچ چیز به ذهنم نرسید بگویم. تصویر برادرم مقهور کننده بود. به شدت احساساتی شدم و دلم بغل خواست ولی فکر کردم بهتر است فاصلم را حفظ کنم. بیشتر از هر چیز به این فکر می کردم که چرا هیچ شباهتی به هم نداریم. میدانم که پدرمان یکی نبود ولی به نظرم آمد مادرم حتی یک ژن غالب در تمام بدنش ندارد. رنگ صورتم زرد روغنی بود و چانه ای تیز داشتم. موهای قهوه‌ای و دندانهای کمی بیرون زده و گوشهایی چسبیده به سر. تری موهای بور پرپشت داشت. چشمان آبی و لبخندی شبیه تبلیغ مسواک. پوستی لطیف پر از کک و های خوشگل نارنجی. تمام اعضای صورتش با هم تقارنی بی داشتند. مثل یک مانکن بچه. بالاخره گفت میخوای چاله منو ببینی؟ تو حیات یه چاله کندم. بزار برای بعد داداش. الان یه کم خستم. پدرم با تشر گفت پاشو یکم کم هوا بخور. ایستاده بود کنار در و به هم چشم قره می گفتم الان نمیتونم خیلی ضعیفم. تری که حالش گرفته شده بود زد روی پای نحیفم و دوید بیرون بازی کند. از پنجره نگاهش کردم. یک توپ انرژی که گلها را لگد می کرد. یک گلوله آتش که می پرید توی چالهی که خودش کنده بود و بعد دوباره می پرید بیرون. وقتی تماشایش می کردم، پدرم همچنان با نگاه سوزان و چشم قره های پدرانه کنار در ایستاده بود. مسئله اینجاست. من ته گودال را دیده بودم. به چشمان زرد مرگ زل زده بودم. حالا هم دوباره برگشته بودم به سرزمین زندگان. آیا دلم آفتاب میخواست؟ دوست داشتم گلها را ببوسم؟ دلم میخواست بدوم و بازی کنم و داد بزنم زندگی؟ راستش نه. دوست داشتم توی رخت خواب بمانم. توضیح دلیلش سخت است. تمام چیزی که میدانم این است که در طول اقما تنبلی قدرتمند به وجودم رخنه کرده بود. تنبلی که در خونم جریان داشت و در هسته وجودم جامد می شود. فقط شش هفته از بیداری سستم گذشته بود که پدر و مادر و دکترم تصمیم گرفتند که مرا دوباره به مدرسه بفرستند. بی توجه به اینکه درد ناشی از راه رفتن بدنم را شبیه برگ اوکالیپتوسی می کرد که آتش کج و معوجش کرد. پسری که بخش اعظم کودکیش را در خواب گذرانده بود حالا باید آرام و بی سر و صدا توی جامعه سر میخورد. بچه ها اول با کنجکاوی با من برخورد کردند. خوابم دیدی؟ میتونستی حرفای بقیه رو بشنوی؟ زخم بستر تو به همون نشون بده. زخم بستر تو به همون نشون بده. ولی اقما یک چیز را یادت نمی اینکه چطور با محیط پیرامونت هماهنگ شوی مگر اینکه تمام اطرافیانت خواب باشند فقط چند روز وقت داشتم که روی این موضوع کار کنم و البته واضح است که بعد جور شکست خوردم چون هنوز دو هفته نگذشته بود که حملات شروع شد. هل دادن، کتک زدن، ارعاب، توهین، تمسخر، زبان درازی و بدتر از همه سکوت رنجاور. مدرسه ما حدود دویست شاگرد داشت و چهارصد چشم با نگاهی سرد نادیدم می گرفتن. سرمایی که مثل آتش می لحظه لهلح می زدم مدرسه تمام شود تا بتوانم برگردم به رخت خواب. دوست داشتم تمام وقتم را آنجا بگذرانم. عاشق این بودم که دراز بکشم و چراغ مطالعه روشن باشد یک ملافه رویم بیندازم و، پتو را زیر پایم لوله کنم پدرم در آن زمان بیکار بود وقتی در اغما بودم ساخت زندان تمام شده بود و مراسم افتتاحیه مفصلی هم برایش برگزار کرده بودند دم به ساعت میآمد اتاقم و داد میزد بیا از تخت بیرون ای خدا بیرون روز قشنگیه خشمش موقعی که به سمت تری که او هم در رخت خواب دراز بود معطوف میشد ده برابر بود شاید الان برای کسی باور کردنی نباشد ولی با وجود اینکه نوجوانی علیل بیش نبودم هنوز می توانستم برای تری نقش یک جور قهرمان را بازی کنم ستایشم می کرد بوتش بودم اگر تمام روز در تخت خواب میماندم تری هم تمام روز در رخت خوابش می ماند. وقتی بالا میآوردم تری انگشت در حلقش میکرد زیر ملافه مثل توب در خودم جمع میشدم و از تب و لرز میسوختم و میلرزیدم تری هم گلوله میشد و میلرزید شیرین بود پدرم مثل سگ نگرانش بود برای پسر واقعیش و تمام نیروهای ذهنیش را متمرکز می کرد تا آینده های وحشتناک را پیشگویی کند تمامش هم به خاطر من یک روز فکری به سرش زد که به عنوان یک پدر فکر بدی هم نبود. اگر فرزندت وسواسی ناسالم دارد تنها راه این که از سرش بیاندازی این است که یک سالمش را جایگزین کنی وسواسی که پدرم انتخاب کرد تا جانشین تمایل تری به علیل بودن کند همانقدر استرالیایی بود که نیش یک انکبوت تارقیفی به زانو کریسمس بود به تری یک توپ فوتبال داده بودند پدرم بهش گفت بیا دوتایی بریم توپ بازی باشه تری نمیخواست برود چون میدانست من خانه میمانم پدرم گرفتش و همانطور که جیغ میکشید و لگد میپراند بردش بیرون از پنجره نگاهشان کردم. تری خودش را زد به شلی. هر بار پدرم توپ را پرت می کرد تری مثل افلیچ ها می لنگ میرفت توپ را بیاورد. شلبازی دیگه بسته. نمیتونم کاریش کنم. پای تو هیچ مرگیش نیست. هست؟ پدرم با انزجار توف کرد و قرولند کنان برگشت خانه. معلوم بود مشغول نقش کشیدن و توطعه چیدن است. مثل همه پدرها از سر عشق. تصمیم گرفت مدتی پسر ناسال ناسالمش را از پسر حقیقی سالمش جدا کند. به نظرش بیماری مرکب تنبلی و ضعف یک جور انحراف بود. در خانه ما حتی اگر سرفه هم می کردی او این صرفه را جلوه ای از اندرون نفرت انگیزت می دید. کلن آدم بیرحمی نبود و به اندازه کافی سهم بدبختیش را از زندگی گرفته بود. ولی از آن جنس آدمهایی بود که حتی یک روز در زندگی مریض نمی شوند. فقط یک بار آن هم به خاطر حال تهوع ناشی از نقد نشدن چک دست مزدش. کسی را هم نمی شناخت که مریض شده باشد. حتی پدر و مادرش هم از بیماری طولانی نمرده بودند تصادف اتوبوس داشتند. میدانم که قبلا این را گفتم اگر کودکیم یک چیز به من آموخت آن چیز این است که تفاوت‌های بین ثروتمندان و فقرا اهمیتی ندارد این شکاف بین سالم و بیمار است که رخن ناپذیر است صبح روز بعد پدرم دو چمدان با خود می کشید و تری پای لنگش را. هر دو سوار ماشینمان شدند و در گرد باد وحشی شن گم شدند. دو ماه بعد که برگشتند تری به من گفت تیم فوتبال محلی را در کل ایالت دنبال کردند و تمام بازیهایشان را دیدند. بعد از چند هفته اعضای تیم متوجهشان شدند و با دیدن بچه ظاهرا چلاقی که تا این حد کشته مردهشان بوده احساساتی شدند و برادر کوچک لنگم را به عنوان تلسم خوششانسی برگزیدند در اولین فرصت پدرم مشکلاتش را برای بازیکنان بازگو کرده. و درباره من و تاثیر مخربم بر تری حرف زده و ازشان تمنا کرده کمکش کنند تا روحیه شاداب استرالیایی دوباره به پای چپ پسر کوچکش برگردد کل تیم دعوتش را پاسخ گفتند و در نفس داغ آفتاب با غرور بردندش به چمن دست نخورده میدان و تمام اصول بازی را یادش دادند. به او القا کردند هرچه کمتر لنگ بزند بیشتر دوستش خواهند داشت. بعد از دو ماه شل زدن را کنار گذاشته و یک ورزشکار کوچک شده. پدرم احمق نبود. کک به تنبان تری افتاده بود. بعد که برگشتن تری شد عضو تیم فوتبال محلی. آن وقتها خشن بازی می کردند. پدر و مادرها در سرمای عصرهای پاییزی برخورد کله های درب و داغان بچه هایشان را نگاه می کردند و از خلصه پیچ و تاب می خوردند. بچه ها داشتند خودشان را ثابت می کردند. و حتی وقتی با کلاگیسی از خون خشکیده از زمین خارج می شدند همه شاد بودند در استرالیا همانند همه جای دیگر مناسک گذار چیز کوچکی نیست خیلی زود معلوم شد تری یک بازیکن مادرزاد است ستاره میدان تماشا کردن تکل زدن پاس و جا خالی دادن و, و مانورش بین ورزشکاران لاغرندام سر آدم را گیج می برد دیوانوار می دوید و تمرکزش حرف نداشت شخصیت و قیافه تری در میدان مسابقه تغییر می کرد. او که در هر شرایط قابل تصوری دلغک بازی در می آورد موقع مسابقه با هیچ کس شوخی نداشت. وقتی سوت می زدند همانقدر در مورد آن توپ سفت بیزی شکل جدی بود که یک جراح قلب نسبت به قلب های نرم بیزی. تری هم مثل من و احتمالا مثل اغلب استرالیایی ها از اعمال قدرت انزجاری فطری داشت. نظم و انضباط با طبیعتش ناسازگار بود. اگر کسی به او میگفت بنشیند، حتی اگر در حال نشستن بود، دست دراز میکرد و صندلی را از نزدیکترین پنجره پرت می کرد بیرون. ولی در حوزه نظم و انضباط شخصی یک استاد زن بود. نمی توانستی جلویش را بگیری. اینقدر دور حیات می دوید که ماه مثل حباب صابون بالا می آمد. در باد و طوفان با دراز و نشست و شنا خودش را آماده می کرد. و وقتی خورشید پشت زندان غرق میشد چکمه هایش در میان علف های خیس بلند و دریاچه های گل شلب شلب صدا می کردند. تابستان تری عضو تیم محلی کریکت شد. باز هم از همان روز اول درخشید. به عنوان پرتاب کننده توپ سری بود و دقیق. به عنوان توپ زن قوی بود و مهلک به عنوان مدافع چشمی تیز بین داشت و عکس عملهایی به موقع به قدری این کار بود که غیر طبیعی به نظر می آمد. همه راجع بهش حرف می زدند. و وقتی استخر جدید را افتتاح کردند حدس بزنید که اولین نفر چه کسی بود که پرید توی آب کسی که استخر را ساخته بود حدس بزنید نفر دوم که بود تری ازت میپرسم بدن یک نفر میتواند نابغه باشد ازولات میتوانند تاندون میتواند استخان چطور؟ باید او را در استخر می دیدی و چه آرامشی داشت. ابتدای مسابقه وقتی بقیه ی بچه ها لبه استخر می لرزیدند تری جوری می ایستاد انگار منتظر اتوبوس است. ولی وقتی تفنگ شلیک می شد اینقدر سری بود که یادت نمی آمد شیرجه زد یا نه جوری در آب پیش می رفت که فکر می کردی یک جتسکی دارد او را دنبال خودش می کشد. برای اینکه تری قهرمانش را برای تشویق کنارش داشته باشد من هم همیشه می رفتم. پشت سندلی ها پنهان می شدم و از همه بلندتر فریاد میکشیدم خدایا آن کارناوال های شنا انگار هنوز آنجا هستن تنین شلپ شلپ بدنها در آب و دویدن پاهای خیس روی کاشیهای استخر سرپوشیده بوی تند کلور که می توانست یک قصال را نستالژیک کند صدای کلاه شنایی که از سری مکیده می شد چک, چک آبی که از یک عینک شنا بیرون می ریخت و آن پسرها عاشق تمام اینها بودند انگار یک نفر بهشان گفته بود آدمیزاد برای زندگی به آب احتیاج دارد پس بپرین تو و همه پریده بودند تو و شاد بودند تری شادترینشان بود چرا که نه ستاره فوتبال ستاره کریکت ستاره شنا شهر کوچک ما اولین آدم مشهورش را شناخت از همه چیز قابل توجهترین بود که تری هفت سالش بود هفت فقط هفت او موتزارت ورزش بود ای که کسی به عمرش نظیرش را ندیده بود کل شهر عاشقش بودن تمام چشم های عاشق نوازش و ترغیبش می کردند. یک پرستش تمام و کمال این کارش نمی شود کرد. روزنامه محلی هم داستان موفقیت های تریدین شگفتانگیز را حسابی آب و تاب می وقتی یکی از روزنامه های شهر لیستی از ورزشکاران جوان آینده دار منتشر کرد و تری هم بینشان بود پدرم داشت از خوشحالی بال در می آورد. اگر سوالی برایت پیش آمده بهت میگویم که هیچ رقابت برادرانه بین من و او وجود نداشت. ذره به او حسودی نمی کردم. و با اینکه احساس می کردم مثل ماشین های فراموش شده وسط بیابان هستم باز به برادرم افتخار می کردم. برادر قهرمانم. ولی من هم نگرانی های خودم را داشتم. من تنها کسی بودم که متوجه شدم ارتباط بین تری و ورزش چیزی فراتر از مهارت و ورزشکاری است چیزی که مرا به این نتیجه رساند نوع بازی کردنش نبود جوری که بازی بقیه را تماشا می کرد چشمم را باز کرد اول از همه این که قبل از بازی نمی شد یک کلمه حرف از زیر زبانش کشید این تنها باری بود که در زندگیم می دیدم چیزی شبیه استراب در وجودش هست و من او را در دادگاه هم دیدم موقعی که قرار بود به حبس ابد محکوم شود پس میدانم دارم درباره چی حرف میزنم وقتی می رفتیم مسابقه فوتبال تماشا کنیم، هیجان عمیقی به او دست می داد. برای تری یک بیزی خالی حجمی مرموز و جادویی بود. مسابقه آغاز می شد و او سیخ و منتظر با دهان نیمه باز می نشست و چشمانش انگار به تمام حرکات چسبیده بود. واقعا تحت تاثیر قرار می گرفت. انگار زبانی را می شنید که فقط خودش درک می کرد. با هدتی خاموش می نشست. انگار داشت چیزی مقدس را نگاه می کرد. انگار گل زدن در سی ثانیه پایانی عملی جاویدان بود. بعد از مسابقه چه برنده چه بازنده به نظر می آمد روحش ارضا شده یک جور شور مذهبی وقتی تیمش گل میزد رعشه می گرفت با چشم خودم دیدم برایم مهم نیست بقیه چه نظری دارند ولی پسر بچه که از شور مذهبی لرزه بر اندامش می افتد چیز عجیبی است. از مصاوی متنفر بود. بعد از مساوی نمیشد با او حرف زد. ناداوری هم خونش را به جوش می آورد. می گفتیم برگردیم خونه آرام برمیگشت سمت من در حالی که چشمانش پر از درد بود و نفسش به زور در می آمد و با تمام وجود رنج میکشید بعد از بازیهایی که راضیش نمیکردند همه ما باید پاورچین در خانه راه میرفتیم که با چوب زیر بغل اصلا کار ساده ای نیست. همانطور که گفتم بدن من و تری با هم متفاوت بود. حرکات او لخت و راحت و صادق و چابک و مال من پر زحمت و دردناک و تو هم با دودلی و بیزرافت. ولی تفاوت ما بیشتر در علایق وسواسی من حس می شد و علایق وسواسی متضاد حقیقتا فاصله اندازند. مثلا اگر دوستی داشته باشید که تمام فکر و ذکرش این باشد که نتوانسته عشق حقیقی را پیدا کند و دوستی دیگر که بازیگر است و وسواس دارد که آیا خداوند دماغ زیبایی به او عطا کرده یا نه دیواری بینشان شکل می گیرد. دیالوگ از بین می رود و تبدیل به مونولوگ های رقابتی می شود. تقریبا این اتفاق داشت بین من و تری می افتاد. تری فقط درباره قهرمانان ورزش حرف میزد. اوایل کمی توجه نشان میدادم ولی یک جنبه مهم قهرمان داشتن این است که بتوانی خودت را در حال انجام اعمال قهرمانت تصور کنی. واقعیت این بود که از تصور گل زدن و یک مایل را در چهار دقیقه دویدن لذت خیلی کمی می بردم. خیال بافی درباره جماعت مشتاقی که فریاد می زنند می بینین چقدر سریعه خیلی راضیم نمی کرد. می قهرمانی که من لازم دارم موجود کاملا متفاوتی است. عشق تری کم کم تمام زندگیش را متعلق به خود کرد. هر چیزی از غذا خوردن گرفته تا دستشویی رفتن یک وقفه ناخواسته بود بین زمانهایی که می توانست تمرین کند یا درباره ورزش خیال ببافد ورق بازی حوصلش را سر می برد کتاب حوصلش را سر می برد عاطفه حوصلش را سر می برد والدینمان حوصلش را سر می بردند و بالاخره من هم حوصلش را سر بردم. دیگر سر هر چیز مسخرهای دعوایمان میشد. خصوصا چیزهای مرتبط با رفتارم. حالا که دائم بیرون بود و در جوار بچه هایی که در رخت خواب نبودند و ناله نمیکردند خوش میگذراند. بدبینی نافذ و ناتواناییم در لذت بردن از زندگی برایش خسته کننده شد. بابت هر چیزی از من انتقاد می کرد. از اینکه من آرام با چوب زیر بغلم روی شانه بقیه میزدم تا راه را برایم باز کنند خوشش نمیآمد از اینکه خیلی زود میفهمیدم هر کسی به چه چیز افتخار می کند و بعد فورا زیرابش را میزدم و هر را طرف به آن مغرور بود مسخره میکردم خوشش نمی آمد از شک عمیق من به همه چیز و همه کس از در کلیسا گرفته تا لبخند خوشش نمیامد متاسفانه چند ماه بعد تری بالاخره خود حقیقیم را دید. یک بچه یازده ساله بد اونق تلخ افسرده مهاجم مقرور زشت عوضی نزدیک بین مردم گریز. خودت بهتر میدانی از کی حرف میزنم روزهایی که همه جا دنبالم می آمد و صرفه هایم را تقلید میکرد و ادا در میآورد که او هم دردهای کشنده شکمی دارد تبدیل شد به خاطری شیرین و دور البته وقتی به گذشته نگاه می کنم راحت میتوانم ببینم عصبانیت و انتقاد تری زاده سرخوردگی و عشق بود. نمی فهمید چرا من نمیتوانم مثل خودش در دنیا راحت و شاد باشم. ولی من آن زمان هر چه میدیدم خیانت بود. به نظرم می آمد تمام بی ادالتی های عالم مثل بادی وحشی به سمتم هجوم آوردند. حالا که تنها هم دستم را هم از دست داده بودم فقط دلم میخواست پنهان شوم. ولی کسافت ماجرا این بود که در شهرهای کوچک چیزی به اسم گمنامی وجود ندارد. بدنامی چرا؟ گمنامی نه. واقعا خیلی مزخرف است که نمی توانی در خیابان راه بروی بی اینکه کسی به تو سلام کند یا لبخند بزند. بهترین کاری که می شود کرد این است. جاهایی را که همه بدشان می آید پیدا کنی و بروی آنجا و بله حتی در شهرهای کوچک هم جاهایی هست که همه از رفتن به آن گریزانند فهرستی ذهنی درست کن و تا آخر عمر میتوانی بی این که مجبور باشی خودت را در اتاقت حبس کنی بی این که کسی مزاحمت شود در مکانهای موجود در این فهرست زندگی کنی. جایی در شهر ما وجود داشت که لایونل پاتس افتتاحش کرده بود. هیچ کس پایش را آنجا نمیگذاشت چون لایونل منفورترین آدم ناحیه بود همه ازش کینه داشتند ولی من نمیفهمیدم چرا میگفتند به این خاطر که یک عوضی پولدار است فکر میکردند خیال میکنه کیه که نباید با اجاره دست و پنجه نرم کنه بچه پر رو فکر کردم چیزی مرموز و شوم درباره لایونل پاتس وجود دارد باورم نمیشد مردم به خاطر پولدار بودنش از او متنفر باشند چون فهمیده بودم بیشتر مردم کرم پولدار شدن دارند وگرنه بلیت لاتاری نمی خریدند و برنامه سری پولدار شدن نمی ریختند و روی اسب ها شرط نمی بستند. برایم هیچ معنایی نداشت که مردم دقیقا از همان چیزی متنفر باشند که برای رسیدن به آن لح میزنند می زنند. کافش کم نور بود و میزهای چوبی تیره و نیمکتهای چوبی درازش آن را شبیه یک میخانه اسپانیایی یا استبلی برای آدمها کرده بود. داخلش گلدان سرخس بود و نقاشی های از مردانی که بیش از اندازه لباس به تن داشتند و سوار اسب بودند. و یک سری عکس سیاه و سفید از تنه درختان قدیمی و باشکوهی که حالا جایشان را داروخانه گرفته بود. آنجا از صبح تا شب خالی بود. تنها مشتری من بودم. همانطور که کنج کاف نگاه هم می کرد به دخترش می گفت به زودی باید در آنجا را تخته کند. از نگاهش کاملا معلوم بود در تعجب است چرا من هم مثل بقیه آنجا را بایکوت نکردم گاهی دخترش هم به من خیره میشد کارولین یازده سال داشت قد بلند و لاغر بود و همیشه با دهانی نیمه باز به پیشخان تکیه میداد انگار همیشه از چیزی متعجب بود. چشمان سبز داشت و موهایی به رنگ سیب زرد. دستان و شانه های ازولانی داشت. یادم است فکر می کردم اگر با او دعوایم شود کتک می خورم و اگر چنین اتفاقی بیفتد خیلی خجالت می کشم. در یازده سالگی چیزی داشت که بعدها در کتواک های پاریس به تکامل رسید. لبهای قنچه لب قنچه متأخرترین انحراف از مسیر تکامل است. انسانهای دوره پارین سنگی اسمش را هم نشنیدند. در تاریکترین گوشه کافه می نشستم و کارولین را تماشا می کردم که جعبه های بطری را از زیر زمین می آورد بالا. با اینکه من تنها مشتری بودم هیچ کدام نه خیلی به من توجه می کردند و نه رفتار گرمی با من داشتند. با این حال میلکشیک و کوکاکولا میخوردم و کتاب میخواندم و فکر میکردم و جان میکندم تا تصاویری را که در اقما دیده بودم به کلمه درآورم و بنویسم در دفترچهی که جلویم باز بود. هر روز برایم نوشیدنی میآورد. ولی من خجالتی تر از آن بودم که با او حرف بزنم. وقتی می گفت سلام من می گفتم باشه. یک روز نشست رو به قیافش جوری بود انگار هر لحظه ممکن است بیرحمانه قه قهقهه بزند. گفت همه فکر می کنن داداشت خیلی باحاله. اینقدر عادت نداشتم کسی با من حرف بزند. که نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. به خودم مسلط شدم و عاقل معابانه گفتم خب میدونی که مردم چجوری هستن. به نظر من که فقط خود نمایی میکنه. خب میدونی که مردم چه جوری هستن. خیلی هم از خود متشکره. گفتم خب همین شد. تنها آدم شهر که جذب برادرم نشده بود این دختر بود. و من هم به همین دلیل برای علاق من شدن انتخابش کردم. چرا نمی کردم؟ حتما بین کندی ها هم رقابت برادرانه وجود داشته. کارولین هم مثل بقیه به تماشای مسابقات می رفت. ولی می دیدم که با تمام وجود از تری متنفر است. چون هر بار که جمعیت می پریدند هوا و برای تری کف می زدند او مثل قفسه کتابخانه بی حرکت می نشست و فقط دستش را جوری جلوی دهانش می آورد انگار از خبر بدی شوکه شده. باید تری را وقتی با عجله میآمد کافه تا مرا برای شام با خود ببرد می دیدید. با او حرف نمی زد. حتی نگاهش هم نمی کرد و شرمنده که بگویم این صحنه برایم خیلی لذت بخش بود. چون تری پنج دقیقه باید مزه قورباغه لزجی را می چشید که من مجبور بودم در هر روز زندگی نکبتم ببلم. برای همین کارولین پاتس در تاریخچه زندگیم اولین دوست حساب می شود. هر روز در کافه تاریک با هم حرف می زدیم و من بالاخره توانستم خیلی از افکار تلمبار شدم را به زبان بیاورم و به همین خاطر پیشرفتی محسوس در وضعیت روانیم حس کردم با او با کف دستهای عرق کرده و میل پیش از بلوغ مواجه می شدم و حتی هنگامی که آهسته به سمتش می تصویر لبخند و صورت پسران دخترانش چنان دلم را می لرزاند که انگار ناگهان بی خبر جلو هم پریده بود. البته که می دانستم او هم به این خاطر که هیچ دوستی نداشت با من رفاقت کرده بود. ولی فکر می کنم او واقعا از نظرات نیشدار من خوشش می آمد و وقتی دوتایی بی اراده درباره علاقه مسخره مردم شهر به برادرم بحث می کردیم در توافق کامل بودیم. رازی را که از برادرم در دل داشتم برایش بازگو کردم. حرمت ترسناکی که برای ورزش قائل بود اینکه جزمن کس دیگری هم میدانست تریدین یک مرگیش هست حس خوبی داشت ولی کمی بعد از آشنایی من و کارولین اتفاق وحشتناکی افتاد و بعد همه خبردار شدند در یک جشن تولد پیش آمد میزبان داشت پنج ساله میشد. یک اتفاق مهم. من پنج سالگی خودم را به خاطر اقما از دست داده بودم ولی خیلی هم دلم نمی سوخت. چون پنج ساله شدن حادثه ای تیره و تار است. وقتی نشانه های فرسودگی معصومیت کودکانه آشکار می شوند، و کودک پنج ساله کم کم با غم و نگرانی میپرسد چرا دارد میان جاه و میل به بیشتر خوابیدن لط و پار می شود کننده است دیگر چوب زیر بغل نداشتم و نمی توانستم بیماریم را برای در رفتن از زیر زندگی بهانه کنم. ولی تری درست برعکس من سر از پا نمی شناخت و از کله سحر با لباس مهمانی دم در ایستاده بود. تا حالا باید جواب سوال اعصاب خورد کنه تری موقع بچگی چجور آدمی بود را گرفته باشی. یاقی بود؟ عوضی کل شق ضد سلطه بود؟ نه. من تمام اینها بودم. وقتی رسیدیم به خانه ای که مهمانی در آن برپا بود، صدای خنده ما را از در ورودی خانه خنک و پرنور تا حیات پشتی بدرقه کرد. جایی که بچه ها در باقچه بی جلوی شعبد بازی با شنلی سیاه و سفید و پرزرق و برق نشسته بودند. هر حقه مسخره ای را که بلد بود میزد. وقتی کبوترهایش را از نفس انداخت دوره گشت و کف بینی کرد. باور کن اگر چنین چیزی را تا حالا تجربه نکرده ای هیچ چیزی مزهکتر از یک غیبگو در میان بچه ها نیست. شنیدم به یکی می گفت یه روزی بزرگ و قوی میشی فقط به شرطی که تمام سبزیجات بشقاب تو بخوری. معلوم بود چشمش به اشاره پدر و مادر هاست و دارد با آینده های جعلی سر بچه ها را کلاه میگذارد. دروغ شنیدن در جشن تولد یک کودک دل سرد کننده است ولی چیز عجیبی هم نیست. بعد بستر و رد کن بازی کردیم. بازی که همه دور هم می نشینند و بسته ای را که با روزنامه مچاله کادو پیچ شده مثل ماهی مرده دست به دست می کنند. و وقتی موسیقی قطع می شود هر کس که بسته را در دست داشته باشد بازش می کند. بازی تمع و ناشکیبایی. وقتی بسته به من رسید به جای اینکه به نفر بعدی بدهم شروع کردم به خواندن روزنامه کفر همه درآمد درباره زلزله ای در سومالی نوشته بود هفتصد کشته بچه ها سرم جیغ می کشیدند که بسته را دست به دست کنم. اتهاماتشان در گوشم تنین میانداخت. گوش کن. بازی بچه ها شوخی بردار نیست. نمی توانی جدیش نگیری. بسته را به پسر کنار دستم دادم. ولی هر بار که یک تکه از روزنامه کنده می شد برش می داشتم تا ببینم بقیه خبر زلزله را پیدا می کنم یا نه. برای بقیه بچه ها زندگی هفت ست هم نو مهم نبود. فقط کادو را میخواستند. بالاخره معلوم شد چیست؟ یک تفنگ آب پاش سبز فسفوری. برنده هور را کشید. بازنده ها از لای دندان به هم فشردهشان هور را کشیدند. آفتاب نوامبر عرق همه را درآورده بود و برای همین چند تا از بچه ها پریدن توی استخر آبی رنگ تمیز تا مارکوپولو بازی کنند. یک بچه با چشم بسته شنا می کند تا بچه هایی را که با چشم باز شنا می کنند بگیرد. او داد میزند مارکو و بقیه داد میزنند پولو. و اگر بگوید ماهی از آب بیرونه و چشمش را باز کند و بچه ای را بیرون از آب ببیند آن بچه بدبخت باید با چشم بسته این طرف و آن طرف شنا کند. نمیدانم چه ربطی به زندگی و دوران مارکوپولو دارد. باید یک جاییش چیز قابل نقدی وجود داشته باشد. تری رفت پیش بقیه توی استخر و من هم خودم را در معرض چیز وحشتناکی به اسم سندلی های موسیقی قرار دادم. یک بازی بی مرووت دیگر. یک صندلی کم است و وقتی موسیقی قطع می شود باید بدوی تا به توانی بنشینی. درس های زندگی در مهمانی بچه ها تمامی ندارند. اربده موسیقی بلند است. نمیدانی کی قرار است قطع شود. تمام مدت بازی دل هره داری و فشار غیر قابل تحمل است. همه دور صندلی ها می رقصند ولی رقصی که شاد نیست. همه چشمشان به مادری است که بالا سر رادیو ایستاده و پیچ کم و زیاد کردن صدا را در دست دارد گاهی کودکی برداشت اشتباه می کند و برای نشستن روی صندلی شیرجه می زند. سرش داد می زند. از روی صندلی بلند می شود. خیت شده. موسیقی ادامه پیدا می کند. صورت بچه ها از وحشت بیریخت شده. هیچ کس دوست ندارد حذف شود. مادر تظاهر می کند می خواهد پیچ را ببندد. بچه ها کفری می شوند. بچه ها آرزوی مرگش را دارند. بازی یک جور تمثیل است. به اندازه کافی صندلی یا خوشبختی وجود ندارد که به همه برسد. همینطور قضا، همینطور شادی، همینطور تخت و شغل و خنده و دوست و لبخند و پول و هوای تمیز برای نفس کشیدن. و موسیقی همچنان ادامه دارد. من یکی از اولین بازنده ها بودم و داشتم فکر می کردم آدم باید در زندگی صندلی خودش را همراه داشته باشد تا محتاج منابع عمومی رو به کاهش نباشد که هیاهویی از کنار استخر بلند شد. رفتم آنجا. دستهای تری در آب فرو رفته بودند و دو دست کوچک از اعماق کریستالی استخر بیرون آمده بودند و تقلا می کردند چشمان تری را از کاسه درآورند. صحنه هیچ توضیحی لازم نداشت. تری داشت یکی را غرق می کرد. بقیه بچه ها حالا روی چمن ایستاده بودند. تمام ماهی ها بیرون از آب. پدری وحشت زده در آب شیرجه زد و تری را از بچه جدا کرد و هر دو را از آب بیرون کشید. مادر ترسیده ی بچه نیمه به صورت تری سیلی زد. غروب بعد از تجمع مخفیانه والدین عصبانی تری در دفاع از خودش گفت قربانیش را در حال تقلب کردن دیده. او داد زد تقلب نمی کردم. تری داد زد. خودم دیدم. چشم چپت باز بود. پدرم گفت. پسر جون. حتی اگه راستم بگی این یه بازی بیشتر نیست. چیزی که پدرم نمیدانست، این بود که عبارت این یه بازی بیشتر نیست. هیچ معنایی برای تریدین ندارد. برای تری زندگی یک بازی بود و بازی ها همیشه زندگی بودند. و اگر من این قضیه را متوجه نشده بودم اطلاعاتم را برای فانتزی ذهنی انتقامجویی رقتبار خودم دستکاری نمیکردم چیزی که به شکل نامنتظری زندگی برادرم را تغییر داد. این یکی از خاطراتی است که حتی فکر کردن به آن انگار کورم می کند. وقتی بدترین انگیزه هایم دست به دست هم دادند تا لحظه فاجعه بار و شرماور بیافرینند. تنها یک ماه بعد بود که پس از سالها آموزش در خانه در فواصل بین تمرین های ورزشی تری بالاخره به مدرسه رفت اتفاقی که از آن وحشت داشتم چون تمام این مدت توانسته بودم نامحبوب بودن غیر آدیم را از پدر و مادرم پنهان نگه دارم. دیو و برون و برانینگ دو قلوهای غیر همسان مرا پشت سالن ورزش به شاخه کلفت یک درخت بسته بودند. این دو نفر نه تنها قلدورهای رسمی مدرسه بلکه دزد، مقلد جنایتکارها و بزن خیابانی هم بودند. همیشه فکر می کردم یا باید بیفتند زندان یا اینکه در قبری چنان کم عمق دفن شوند که وقتی مردم رویشان راه می روند عملا صورت سرد و مرده دیو و برونو را لگت کنند. وقتی گره زدن را تمام کردند گفتم از کجا می دونستین این درخت مورد علاقه منه؟ خدای من عجب منظری چقدر قشنگه. وقتی داشتند از درخت پایین می رفتند به چرب زبانی ادامه دادم. هی hey, بچه ها جدی نمی دونین دارین چی رو از دست میدین؟ برای جمعیت کوچکی که پای درخت تجمع کرده بودند دو انگشت شستم را بالا بردم. لبخند منجمدم با دیدن چهره تری در میان جمعیت آب شد. داشت زلزل نگاه هم می کرد. چون قهرمانی محبوب بود جمعیت راه را برایش باز کرد تا جلو بیاید. با عشقهایم جنگیدم و به نمایش ادامه دادم. هی hey, تری اینجا معرکه است. چرا گاهی نمیای اینجا به هم سر بزنی؟ از درخت آمد بالا و نشست روی شاخه روبروی من و شروع کرد به باز کردن گره ها. اینجا چه خبره؟ منظورت چیه؟ همه از تو متنفرن؟ خب که چی؟ من محبوب نیستم حالا که چی؟ چرا همه از تو متنفرن؟ بالاخره باید از یکی بعدشون بیاد. اگه من نباشم از کی بدشون بیاد؟ تمام ظهر و بعد از ظهر روی درخت نشستیم. پنج ساعت. دو ساعتش سرگیجه شدید داشتم. گهگداری زنگ میخورد و بچه ها را نگاه میکردیم که از این کلاس به آن کلاس میرفتند. مطی ولی راحت. مثل سربازهای زمان سول. تمام روز تماشایشان کردیم هیچ کدام حرف نمی زدیم. در سکوت ناگهان تمام تفاوتهای من بی اهمیت به نظر آمد. تعادل تری روی شاخه روبرویم نشانی محکم از همبستگی بود. حضورش به من می گفت تنها هستی ولی نه مطلقا ما برادریم و هیچ چیز نمی تواند تغییرش دهد خورشید در آسمان حرکت می کرد ابرهای ای با بادهای تند جابجا جا می شدند همکلاس هایم را انگار از پشت پنجری دو جداره و ضد گلوله نگاه کردم و فکر کردم همانقدر شانس ارتباط بین ما هست که بین مورچه و سنگ حتی بعد از ساعت سه که مدرسه تعطیل شد من و تری ساکت نشستیم و بازی کریکتی را که زیر پایمان در جریان بود تماشا کردیم. برونو و دیو و پنج شش بچه دیگر نیم دایره شکل داده بودند و می دویدند و می پریدند و در خاک شیرجه میزدند. انگار بدن انسان هیچ جای شکستنی ندارد. قررش با صدای افزاینده میکردند و گاهی دو قلوها نگاهی به بالای درخت می و مرا با لحنی آهنگین صدا میکردند. تنم از تمام کتک هایی که در انتظارم بود لرزید و اشک به چشمم آمد. اشک ترس. چطور می توانستم خودم را از این موقعیت خلاص کنم؟ دو تا قلدر زیر پایم را نگاه کردم و آرزو کردم نیروی مرموز و خطرناک داشتم که آنها می توانستند در شکمشان حس کنند. تصورشان کردم که وحشت زده با دهانی پر از خون اسمم را به زبان می آورند. ناگهان فکری به ذهنم رسید. به تری گفتم دارن تقلب میکنن. جدی؟ آره من از تقلب بدم میاد تو چی؟ تنفس تری آرام و نامنظم شد. صحنه عجیبی بود. صورتش مثل روغن داغ در تابه جلز ولز می کرد. اگر بگویم تمام سرنوشت خانواده دین آن روز بعد از ظهر روی آن درخت تعیین شد حرف گذافی نزدم. بابت اینکه برادرم را تحریک کردم تا به مهاجمانم حمله کند به خودم افتخار نمی کنم. و اگر حتی ذره ای آگاهی داشتم که با سوء استفاده از تعصبش نسبت به ورزش در حقیقت به طور مستقیم چندین کیسه جنازه به تولید کننده سفارش دادم شاید این کار را نمی کردم درباره اتفاقی که بعد افتاد چیز زیادی ندارم بگویم فقط می توانم بگویم تری از درخت پایین رفت و چوب کریکت را از برونوی متحیر گرفت و محکم کوبید کنار سرش. هنوز پانزده ثانیه نگذشته بود که دیو آنکه میان دو قلوهای ناهمسان زشتتر بود چاقوی از جیبش درآورد و محکم فرو کرد توی پای تری نمیتوانم به تو بگویم جیغ چه صدایی داشت چون مال خودم بود. صدای تری در نیامد. حتی تمام مدتی هم که خون از زخمش بیرون پاشید و من از درخت پایین آمدم به میانه حیاهو دویدم و او را کنار کشیدم باز هم ساکت روز بعد در بیمارستان دکتری که بویی از دلسوزی نبرده بود راحت به تری گفت دیگر هرگز نمیتواند فوتبال بازی کند. شنا چطور؟ اصلا کریکت شاید واقعا نمیدونم. میشه بدون دویدن کریکت بازی کرد؟ نه پس نه صدای آب دهان قورت دادن تری را شنیدم همه شنیدیم لطافت چهره هشت سالش سخت شد دقیقا لحظه ای را که به اجبار از رویاهایش جدا شد دیدی چند لحظه بعد اشک از چشمانش سرازیر شد و صداهای ناخوشایندی از ته حلقش درآمد. صداهایی که بدبختانه یکی دو بار بعد از آن هم به گوشم خورد. صداهایی غیر انسانی که ملازم همیشگی سررسیدن ناگهانی ناامیدیان. فلسفه آرزوی دیرینه تری برآورده شد. دیگر مثل برادر بزرگش فلج بود. منتها حالا که من به سلامتی عادی برگشته بودم، او به حال خود رها شده بود. برای رفتن از نقطه الف به ب از چوب زیر بغل‌های قدیمی من استفاده می‌کرد. ولی بعضی وقتها ترجیح میداد روزها در نقطه علف بماند و بعد از اینکه نیازش را به چوب ها از دست داد به اسایی براق از چوب سیاه رو آورد اتاقش را از هر گونه اسباب ورزشی پاک کرد پوسترها، عکسها، بریده های روزنامه، توپ پش، چوب کریکت، و عینک های شنا. تری میخواست فراموش کند. ولی چطور میتوانست؟ نمیتوانی از پای خودت فرار کنی خصوصا از پایی که وزن رؤیاهای برباد رفته را بر خود حمل میکند. مادرم سعی کرد مثل بچه ها با او رفتار کند تا پسرش همچنین خودش را آرام کند. هر روز غذای مورد علاقهش سوسیس و لوبیا را درست می کرد. سعی می کرد بغلش کند. مثل بچه ها با او حرف می زد و مدام موهایش را نوازش می کرد. اگر اجازه میداد مادرم اینقدر پیشانیش را ناز می کرد که پوستش کنده شود. پدرم هم افسرده شد. دائم اخ می کرد و زیاد غذا می خورد و بطری از دستش نمی افتاد و کاب تری را مثل بچه مرده بغل می گرفت. در این دوران پدرم چاق شد. مثل دیوانه ها غذا می خورد. هر وعده را جوری می خورد. انگار آخرین وعده است در عرض چند ماه شکمش بیرون زد و هیکل لاغرش دستخوش تغییری ناگهانی شد بالاخره کمر و باسنش هم درگیر شدند و به اندازه یک چهارم اینچ از عرض یک در معمولی بزرگتر شد انداختن تقصیر تمام این بلایا به گردن من کمی سر حالش می آورد. لازم نبود روان پزشک این اقرار را از درونش بیرون بکشد. نمی توانست مقصر دانستن مرا درونش دفن کند و رک و راست به زبانش می آورد. سر میز شام در حالی که چنگالش را به شکل تهدیدآمیزی مثل سلی به یک جنگیر توی صورتم تکان میداد خوشبختانه با بازگشت دوباره وسواس قدیمیش حواسش پرد شد. زندان روی تپه با رئیس زندان هم پیاله بود و سالها بود هر شب با هم بیلیارد بازی می کردند. هر دست سر مبلغ فرضی صد هزار دلار. رئیس زندان مبلغی نجومی پول علکی به پدرم بدهکار بود. یک روز پدرم دوستش را با درخواست طلبش قافل گیر کرد. ولی به جای اینکه اصرار کند طلبش را به پول بگیرد تقاضای سیاه و غریبی کرد اگر رئیس زندان کپی پرونده زندانی ها را از دفترش برایش می آورد، حاضر بود 27 میلیون دلارش را بیخیال شود بعد از نابودی آینده فرزندش تنها چیزی که پدرم می توانست به آن افتخار کند همکاریش بود در برپایی زندان. دستاورد واری که می توانست آن را از ایوان خانهش ببیند. بنابراین حق مسلمش بود که بداند مهمانان آنجا چه کسانی هستند. رئیس زندان پرونده هایشان را فتوکپی میکرد و پدرم هر شب تاریخچه زندگی قاتلان و متجاوزان و دزدان را میخواند و آنها را در حال تکان دادن میله هایی که خودش جوش داده بود تصور میکرد اگر از من بپرسی این آغاز پایان پدرم بود. هرچند که هنوز سقوطی طولانی انتظارش را می کشید. همچنین این آغاز دورانی بود که وسط خیابان سر مادرم داد می زد. طوری که مادرم دیگر حاضر نبود با او بیرون برود و دیگر هرگز نرفت. در مواقع نادری هم که در خیابان با هم برخورد می کردند معذب می شدند و به شکل عجیب و ترسناکی رفتارشان با هم معدبانه بود. فقط در خانه بود که خود واقعیشان دوباره ظاهر می شد و تا سرحد تهوع به هم نیش و کنایه می زدند. مدتی در مدرسه هم همه چیز عجیب و غریب شد. همانطور که خودت میدانی من نمی توانستم خودم را در گروهی جا کنم. حتی به زور. از طرف دیگر تری که از همان روز اول با آغوش باز پذیرفته شده بود بعد از اینکه توانایی ورزشی پایش را از دست داد به زور خودش را کشید بیرون. وقتی لنگ لنگان در مدرسه راه می رفت و اسایش را روی پای همکلاسی ها می گذاشت و تمام وزنش را روی آن می انداخت چشم از او بر نمی داشتم. شخصا فکر می کنم فقط یس نبود که او را سرد و رزل کرد. یک جور واکنش بود به ترحم بی که مجبور بود با آن دست و پنجه نرم کند. ببین، مردم به خاطر اتفاقی که برایش افتاده بود خیلی از سر دلسوزی با او رفتار می کردند و برایش لغمه های بزرگ مهربانی اصاب خورد کن می گرفتند. بدترین چیز برایش همین بود. بعضی آدم ها چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی متنفرند از اینکه سوژه ترحم باشند بقیه از جمله خودم می توانند جذبش کنند بیشتر به این دلیل که اینقدر به حال خودشان دل سوزاندند که به نظرشان طبیعی میآید. بقیه هم بهشان ملحق شوند برونو و دیو هر وقت از کنار تری رد می شدند چپ چپ نگاهش می کردند. تری سر جایش می ایستاد و غیرقابل قابل اعتماد ترین لبخندش را نسارشان می کرد. این کار به مسابقه چشم ختم می شد. یکی از آن نبردهای مردانه که به نظر یک آبر بسیار مزهک می آید. بعدن که تری را در راه روهای مدرسه دنبال کردم متوجه شدم همه جا برونو و دیو را تعقیب می کند. چه کارشان داشت؟ انتقام؟ مسابقه برگشت؟ بهش التماس کردم کاری به کارشان نداشته باشد. با عصبانیت به من گفت برو گم شمارتی. رفتم بالای درخت. دیگر می رفتم آنجا مخفیگاه هم شده بود. چیز جالبی فهمیده بودم. مردم تقریبا هیچ وقت بالا را نگاه نمی کنند. چرایش را کی می داند؟ شاید زمین را به دنبال پیش نمایشی از برنامه های آینده تماشا می کنند. باید هم نگاه کنند. فکر می کنم هر کسی که می گوید برای آینده برنامه دارد و یک چشمش به خاک نیست کوتاه نظر است. یک روز دیدم زیر پایم ولوله برپاست. دانش آموز ها از کلاس ها خارج می شدند در حیات این طرف و آن طرف می و داد می زدن. گوشم را به همان شکل غریبی که آدمها موقع نیاز تیز می کنند تیز کردم. داشتند اسم مرا فریاد میزدند؟ شاخه را چنان محکم بغل کردم که در تمام بدنم خورده چوب فرو رفت. تمام دانش آموزان مدرسه به دلیلی دنبال من بودند. ولی چه شده بود؟ چه شده بود؟ دو تا از بچه ها پای درخت ایستادن تا نفس بگیرند و فهمیدم اوضاع از چه قرار است. برونو و دیو گفته بودند من باید بروم پشت سالن ورزش. شنیدم که بچه ها گفتند بالاخره وقتش شد. اگر چاقو زدن برادرم جمله بود شاید من علامت تعجب بودم. توافق عمومی بر این بود که مرا تکه تکه خواهند کرد. همه میخواستند سهمی داشته باشند. بعد دختری مرا دید و دو دقیقه بعد جمعیت داشت روی شانه هایش حملم می کرد. مثل یک قهرمان. ولی در واقع داشتند گوشت را می بردن تا بسپرند دست قصاب. تمام مدتی که می بردندم پیش برونو و دیو که پشت سالن ورزش منتظرم بودند بچه ها مثل طول سگ ورج ورجه می کردند. داد زدن آوردیمش و با نهایت بی احترامی پرتم کردند زمین. آرام از جا بلند شدم. همینجور علکی. میشد بلیت فروخت. داغترین نمایش شهر بود. دیو داد زد مارتین اگه کسی هر کسی یه وقت بهت دست بزنه یا کتکت بزنه یا حولت بده یا حتی چپ نگات کنه میای پیش منو بهم به میگی تا نابودش کنم فهمیدی نفهمیدم. جمعیت هم نفهمید. تو الان تحت حمایتی. باشه؟ گفتم باشه. جمعیت ساکت شد. دیو چرخی تا باهاشان روبرو شود. کسی که مشکلی نداره. کسی مشکلی نداشت. مثل ماهی به قلاب افتاده. پیچ و تاب میخوردند. خیلی خوب. بعد رو کرد به من و گفت سیگار جم نخوردم. مجبور شد سیگار را گوشه لبم بگذارد و روشنش کند. حالا پک بزن. پک زدم و مثل سگ به صرفه افتادم. دیو دوستانه پشتم زد و با لبخندی دندان نما گفت طوری نیست پسر و رفت. جمعیت حاج و واشتر از آن بود که تکان بخورد. سعی کردم تعادلم را حفظ کنم. فکر می کردم رفتم کتک بخورم نه اینکه نجات پیدا کنم. حالا یک گونه محافظت شده بودم. مثل ماهی پفکی باد شدم. رو کردم به گله گیج و با چشمم حریف طلبیدم. همه نگاهشان را ازم دزدیدند تا آخرین چشم. تریدین هشت ساله به خاطر برادر دوازده سالش با شیاطین معامله کرده بود. همین نجاتم داد. یک روز مرا دیده که از ترس پشت سطل آشغال قایم شدم و روز بعد هم رنجم را از نامری بودن هر روز احساس کرده و به همین خاطر برادر وفادارم پیشنهاد معامله داده بود اگر مرا زیر بال و پر خود بگیرند او به عضویت دار و دسته مجنون آنها در خواهد آمد. پیشنهاد داده بود پیششان شاگردی کند. جنایتکار آموزشی. کسی چه میداند برای چه قبول کردند؟ شاید از روحیش خوششان می آمد. شاید از جسارت پیشنهادش گیج شده بودند. دلیلش هرچه بود وقتی از او خواستند تا با خونش معاهده را بنویسد تری بدون هیچ تردیدی انگشتش را با کاتر برید تا پیمان نامهشان به رنگ سرخ و سفید باشد. این ورود زود هنگام برادرم به دنیای هولناک جنایت بود. در چند سالی که از پیامد تمام وقت بعد از مدرسهش را با برونو و دیو میگذراند و از آنجایی که تری کوچکتر از آن بود که در وقت گذرانی های ویژه آنها تنها به حال خودش رها شود من هم مجبور بودم همراهیشان کنم. اول دو قلوها میخواستند مجبورم کنند خورده فرمایش هایشان را انجام بدهم. ولی بعد از پافشاری تری اجازه پیدا کردم زیر درخت بنشینم و کتاب بخوانم. حتی موقع دعواهای خیابانی و همیشه هم دعوا بود این دار و دست خوابشان نمی برد اگر در طول روز صورت دست کم یک نفر را آش و لاش نمی کردند. بعد از اینکه با هر نامزد احتمالی در شهر خودمان دعوا کردند برونو لندروور پدرش را می دزدید و همه با هم برای صورت له کردن می رفتند به شهرهای اطراف. کلی بچه بود که می شد باهاشان دعوا کرد. همه شهرها بچه چغر داشتند. نسل جدیدی از زندان پرکنها که منتظر بودند استعدادشان شکوفا شود. هر روز عصر به تری راه و رسم دعوا یاد می دادند. یک سیستم فلسفی بر اساس خشونت و نبرد درست کرده بودند و وقتی مشت های تری بدل به دو آجر از جنس استخوان شدند برونو و دیو تیمی دو نفر تشکیل دادند که یکی سوال می کرد و دیگری جواب می داد. دستا برای چی برای تبدیل شدن به مشت. پاهات برای چیان لگت زدن کف پا صورت له کردن انگشتا چش در آوردن دندون گاز گرفتن سر کل زدن آرنج آروار شکستن و الا آخر بدن انسان را نه به عنوان یک اسلحه بلکه به عنوان یک ذرات خانه کامل وصف می کردند. و وقتی تماشایشان می کردم که این کتاب فاسد من دراوردی را در کله تری فرو می کردند در مقایسه به بدن خودم می اندیشیدم ای به داخل هدف گرفته شده بود به سمت خودم وقتی دعوا نمی کردند بی شرمانه می دزدیدند. هر چیز. ارزش مادی برایشان مهم نبود. ماشین لخت می کردند و قطعات خراب بر می داشتند. لوازم تحریر و وسایل ورزشی بچه ها را کش می رفتند. در نانوایی را می شکستند و نان می دزدیدند. اگر نان نبود خمیر می دزدیدند. میرفتند ابزار فروشی و چکش و نردبان و لامپ و دوش بلند میکردند میرفتند قصابی و سوسیس و قلاب گوشت و ران گوسفند میدزدیدند پستخانه را از تمر و نامه پاک می کردند می رفتند به رستوران چینی و چوب غذاخوری و سس سویا و فال چینی می دزدیدند. از فروشگاه پمپ بنزین یخ می و مثل دیوانه ها تلاش می کردند یخ ها را قبل از آب شدن بفروشند. اگر کسی اینقدر بد شانس بود که بعد از این سفرهای اکتشافی سرقت دوروبرشان آفتابی میشد، باید خودش را برای خرید آماده می کرد. تکنیک فروششان تحسین برانگیز بود. تجارت برای برونو و دیو هموار سوداور بود چون بازار مطمئنی داشتند. بچه های وحشت زده. تری هم حسابی وارد شده بود. از پنجره ها و کانال کولر داخل می شد و به دور از دست رسترین جاها می رفت و من بیرون منتظر می ایستادم و ته دلم خدا خدا می کردم کارشان را زودتر تمام کنند. اینقدر عجز و لابه می کردم که دردم می گرفت. در عرض چند ماهی که تری ازوله در می آورد و فرزتر تر می شد و مهارت های نبرد تن به تن کسب می کرد اوضاع جسمانی من دوباره رو به وخامت رفت. پدر و مادرم از ترس اینکه بیماری سابقم دوباره اوت کند دکتر خبر کردند. دکتر گیج شد. گفت به نظرم از اعصابشه ولی یه بچه دوازده ساله رو چه به اعصاب؟ با کنجکاوی پوست سرم را وارسی کرد و پرسید موهات چرا ریخته؟ شانه بالا انداختم و جوری اطراف اتاق را نگاه کردم انگار دنبال موهایم می گشتم. پدرم داد زد یعنی چی؟ موهاش داره می ریزه؟ خدای من عجب بچه هر بار برادرم را در میانه دزدی میدیدم، جعبه پاندورایی پر از ترس باز می شد. موقع دعواهای خیابانی تمام وجودم از نگرانی می لرزید. هر روز موقع برگشتن به خانه به تری التماس می کردم از چنگشان فرار کند. مطمئن بودم به زودی برادرم جلوی چشمانم خواهد مرد. به خاطر سن و جسه تری برونو و دیو او را به چوب کریکت مسلح کرده بودند تری هم موقعی که فریاد جنگ میکشید و لنگ لنگان و سری به دشمنان حمله میکرد چوب را دور سرش میچرخاند خیلی کم پیش میآمد حریف سر جایش بیستد تا ببیند او میخواهد با چوبش چه کار کند هرچند بعضی ها تکان نمی خوردند و توی یکی از دعواها تری چاقو خورد. نفسنان دویدم وسط محلکه و کشیدمش کنار. برونو و دیو به صورتش چک زدند تا سر پا بیستد و با اینکه هنوز خون ریزی داشت فرستادندش وسط میدان. به عنوان اعتراض آنقدر جیغ کشیدم تا اینکه صدایم بند آمد و هوا داد زدم. این دعوای بچه مدرسه ای ها نبود. جنگ گانگسترها بود. صورت درهم و خشمگین جوانانی را نگاه می کردم که خودشان را وسط معرکه پرتاب می بیتفاوتیشان بی تفاوتیشان به خشونت و درد حیرت زدم می کرد. این موجوداتی را که هار از جنون یکدیگر را بر خاک میکوبیدند درک نمیکردند و همینطور نازیدن به زخمهایشان را به زخمهای بازشان جوری نگاه میکردند که یک عاشق به معشوقش بعد از فراقی طولانی مسخره بود کارولین هم درکشان نمی کرد. به خاطر اینکه اجازه داده بودم برادر کوچکم به این جنایت کارها ملحق شود از دستم هرس می خورد. ولی از اینکه حمایتم می کردند خوشحال بود. کلمات خشم گینانش پستابی برگونه هایم باقی می گذاشت. توجهش تنها چیزی بود که میخواستم. هنوز خودم را بابت دوستی با کارولین ستایش می کردم. مکالمه های من تنها چیزی بود که در زندگی دوست داشتم. خصوصا از وقتی که برونو و دیو عادت کرده بودند هر شب سیگار روشن جلویم بگیرند و با انواع و اقسام شکنجه های خلاقانه تهدیدم کنند که از میانشان این یکی را از همه بیشتر دوست داشتم تو قبرستون حیوانا زنده زنده چالت میکنیم. هرچند هرگز تهدیدهایشان را عملی نکردند چون تری بهشان گفته بود اگر یک خراش به تن من بیفتد گروهشان را ترک می کند. کاملا مشخص بود دو قلوها استعداد را تشخیص میدادند فهمیده بودند تری در خلافکاری استعداد دارد وگرنه برای چه گوش به فرمانش بودند اگر ازشان میپرسیدی میگفتند به خاطر ترکیب انرژی و شوخ طبعی و فرمان برداری و شجاعتش است. هرچه بود از او خوششان می آمد. حتی اگر مجبور بودند برادر عبوسش را تحمل کنند کسی که جز کتاب خواندن کار دیگری نمیکرد. کتابها وارد گوشت و خونم شده بودند. تنز ماجرا این بود که از بس در کتابخانه میلولیدم آنها فکر می کردند این منم که آدم نیستم. دیو یک بار ازم پرسید از کجا می دونی کدومشونو برداری؟ کی بهت میگه؟ برایش توضیح دادم که یک رشته وجود دارد. اگه داستایوفسکی بخونی می بینی که تو کتابش به پوشکین اشاره کرده. بعد میری پوشکین میخونی. میبینی به دانته اشاره کرده. بعد میری دانته میخونی. خیلی خوب بسه. میشه گفت تمام کتاب ها راجع به کتاب های دیگه فهمیدم. جستجوی بی پایان بود و به شکل بی پایانی مفید. مردگان از ورای زمان برایم پیام میفرستادند از ورای قرنها برونو بابت احترام معصومانه من به چیزی ساکن و غیر مردانه مثل کتاب هرس میخورد ولی دیو کنجکاوی کرد بعضی وقتها بعد از دعوا تلپی کنارم می نشست و همانطور که خون روی صورتش رد می انداخت می گفت بگو ببینم داری راجب به چی می خونی؟ و من هم بهش می گفتم در حالی که چشمم به برونو بود که در نفرت پرحرارت بی سوادی می سوخت. بیش از یک بار کتابم را پاره پاره کرد. بیش از یک بار وحشت زده نشستم و پرتاب شدنشان را از بالای صخره تماشا کردم. جنایت و مکافات رفت. جمهور افلاتون رفت. صفحات کتابها موقع سقوط مثل بال از هم باز می شدند ولی پرواز نمی کردن. پسرها از من خواستند موقع کتاب خواندن حواسم به پلیس ها و توریست ها باشد. تری به من سقلمه ای زد به این معنا این کار کوچک را بکن تا شر به پا نشود من هم اطاعت کردم هرچند نگهبان افتضاحی بودم تمام مدت مشغول مشاهده دار و دسته بودم و به نتایجی می رسیدم که لح لح می زدم با کسی در میانشان بگذارم. برونو، دیو و تری در مسیر برتر شدن در ناحیه همه را شکست داده بودند و حالا شکست ناپذیر بودند و ملول. نقشه های بزرگی برای خودشان داشتند. میخواستند از پله های نردبان دنیای زیرزمینی تبهکاری بالا بروند. هرچند به نظرم در حقیقت پایین رفتن از پله های جهنم بود. ولی بی هدف بودند و داشتند در ملال غرق میشدند و نمیفهمیدند چرا. من میدانستم و احسابم خورد بود از اینکه کسی ازم سوال نمی کند. یک بار بعد از زیر و رو کردن گاراژ پدرم راه حلی پیدا کردم. فردایش حرفی از دهانم پرید که برادرم را در مسیر وحشتناک جدیدی انداخت. گفتم: « میدونم چرا حوصلتون سر رفته. دیو داد زد. این حرفم میزنه. برونو گفت آره حالا خفه شو. دیو گفت سب کن. میخوام ببینم چی میگه. بنال ببینم هم مال. بهمون بگو چرا حوصلمون سر رفته. گفتم شما دیگه چیزی یاد نمیگیری. کسی جوابم را نداد. سکوت جرأتم را زیاد کرد و بنابراین دوباره آن را شکستم. شما به ته خط رسیدین. میدونین چطور به جنگین. بلدین دزدی کنین. تا هر روز یه سری کار رو تکرار میکنی. دیگه چیزی هیجان زدتون نمیکنه. چیزی که لازم دارین یه استاده. تو دنیای خلافکاری یکی رو لازم دارین بهتون بگه چطوری باید برین مرحله بعدی؟ همه مجذوب نصیحتم شدند. دوباره رفتم سر وقت کتابم ولی فقط تظاهر به خواندن می کردم. خیلی هیجان داشتم. رودخانه <تصفح> گرمی در رکهایم جریان داشت. این چه جور حسی بود؟ برایم تازگی داشت. برونو سنگی پرت کرد که ده سانتی متر بالای سرم خورد به درخت. دوروبر تو نگاه کن کل خراب. اینجا که یه شهر بزرگ نیست از کدوم گوری همچی آدمی پیدا کنی؟ بدون اینکه سرم را از روی کتاب بردارم یا آتش درونم را نمایان کنم اشاره کردم به افتخارامیزترین دستاورد پدرم زندان روی تپه